بینندگان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز شنبه 18 اکتبر سال 2014 و برابر با 26 مهر ماه 1393 با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. بله، امروز شنبه. ما معمولا شنبه و یک شنبه ها برنامه نداریم و جمعه ها با دوستان هستیم از کانون آوا، دوستانی که قبلا در سازمان مجاهدین بودن، سالهای سال جوانیشون رو اونجا گذاشتن، بعدن تصمیم گرفتن که با سازمان نباشه. دیروز به علت دلایل فنی نتونستیم این برنامه رو داشته باشیم. تشکر میکنم از دوستان، مخصوصا از آقای محمد رزاقی که با ما همکاری کردن و قبول کردن که این برنامه رو امروز داشته باشیم. اجازه بدید که بریم فرانسه و سلامی کنیم به آقای محمد رزاقی که قبلا هم در برنامه های ما بودن، ویدیوهای ایشون موجود هست در بایگانی کانون آوا، ava.association.de. همچنین از طریق صفحه بایگانی تلویزیون مردم هم شما میتونید به ویدیوهای کانون آوا دسترسی پیدا کنید. آقای رزاقی سلام میکنم خدمتتون، خوش آمد میگم و باز هم تشکر میکنم از اینکه دیروز منتظر نشستید و به علت مشکلاتی که داشتیم نتونستیم برنامه رو اجرا کنیم و شما قبول کردید که امروز با دوستان بیننده باشید. این شما و این هم بینندگان تلویزیون مردم. تا سلام علیک و احوال پرسی شما کنید، من این سوالاتی رو که توی برنامه و روی فیسبوک هم نوشتیم اونها رو میارم و از شما میپرسم. لطف کنید در این موارد صحبت کنید. بفرمایید. آقای صابری، با سلام به شما و همه بینندگان مردم تیوی و همه هموطنان هم در هر کجای این کره خاکی زندگی میکنن و خوشحالم از اینکه بار دیگر شما را زیارت میکنیم و با شما هستیم برای 2 ساعت حداقل. تا چند ماه یک بار میتونیم این ارتباط رو داشته باشیم با شما و بینندگانتون و با هموطنانمون. منم به نوبه خودم برای همه هموطنانم آرزوی موفقیت دارم. خب آقای سوربی، مشکلات ما مشکلات یکی دوتا نیست. یا مثلا یه مشکل اینترنت به وجود میاد یا مثلا کامپیوتر، از اونجا که وزارت اطلاعات 50 تا کامپیوتر به ما میده، ما 50 تا رو یه جا کار میندازیم، این باعث اختلال میشه، اختلال فنی. یک کامپیوتر داریم اونم فکسنیه، اینم خراب بشه دیگه برنامه های ما مثل دیروز میمونه. در این خاطر منم به نوبه خودم از همه دوستان و بینندگان معذرت میخوام که دیروز نتونستیم این برنامه رو مستقیم اجرا بکنیم. بسیار ممنونم. اجازه بدید به دوستان بیننده بگم که چه امروز در حین پخش برنامه زنده و چه در روزهای آینده که این برنامه ها به صورت بازپخش هر روز تا روز جمعه پخش میشه تا برنامه دیگه و جدیدی داشته باشیم از کانون آوا، میتونن از طرق مختلف، از طریق فیسبوک مردم تیوی، از طریق فیسبوک آوا، از طریق وبسایت آوا، از طریق تلفن هایی که روی صفحه کامپیوتر و تلویزیون هاشون میبینن پیغام بذارن و اگر پرسشی دارن شماها و دوستان دیگه تا امروز با کمال میل این پرسش ها رو پاسخ دادید. اگر هم نظری داشتن نظراتشون رو اونها نوشتند و گفتند و شماها نظرات ایشون رو، این دوستان رو در موردش صحبت کردید. پس از دوستان بیننده و شنونده خواهش میکنیم که با ما، با شما در تماس باشن تا با صحبت کردن، سوال کردن، این پرسش هایی رو که میشه گفت الان دیگه نیم قرن هست تقریبا مونده و در مغز همه بوده، اینها رو بپرسیم. و همیشه گفتن که هیچ سوالی یا هیچ پرسشی احمقانه نیست مگر اینکه پرسیده نشه. آقای رزاقی لطف کنید یه مقداری درباره وضعیت عراق و موقعیت سازمان مجاهدین در عراق برای دوستان بیننده صحبت کنید. آقای سوربی، باید متاسفانه وضعیت عراق توی این شرایط با توجه به حضور
تروریست ها و آدمخوارای داعش و در کنار اونها بعثی های پسمانده های حزب بعث صدام ملعون، اوضاع عراق رو به ثبات نیست. هر روز توی خبرها شاهد انفجارات مختلف در شهرهای مختلف هستیم. آقای رزاقی عزیز، میخوام شما چرا این عشایر انقلابی رو تروریست معرفی میکنید؟ اینها عشایر انقلابی بودن. اینا من یک بار توی برنامه اعلام کردم و یک خبر مهمی بود که زمان آقای مالکی بود، ولی متاسفانه آقای مالکی به این اخبار یا به این مسائل توجه نکرد که عراق به این من نمیگم که به حرف من گوش میداد، حداقل این یه خبری بود که حتی تو خود عراق هم پیچیده بود به یه طریقی. و اون اتحاد حزب بعثی ها و داعش و فرقه رجوی که توی اردن بسته شد، البته توی نطفهش توی پاریس بسته شد، ولی عملیش توی اردن انجام گرفت. یعنی اینا اومدن توی اردن برنامه رو چیدن که نیروهای طارق‌آل هاشمی که پسماندهای حزب بعث بود و به اضافه فرقه رجوی به اضافه نیروهای داعش توی قبل از انتخابات یه شلوغکاریای توی چیز بکنن، توی داخل عراق بکنن و انتخابات رو حتی شده مختل بکنن یا تعطیل بکنن. این خبرش از اون موقع بود، فکر کنم آوریل میشه، همون فروردین خودمون. ولی متاسفانه به این چیزا توجه نشد. اون چوبش ملت عراق دارن میخورن. الان من یه سری اخبار رو بهتون میگم. این وضعیت عراق باعث شد که خانم چیز مسعود رجوی و خانم مریم قجر از هول حریم بیفتن توی دیگ، آوردن این وحوش داعش و اینا را چسبوندن به عشایر انقلابی عراق، چیز با نام عشایر انقلابی عراق. تا همین چند روز پیش این داعش گفتن رجوی زمانی شروع شد که تعادل قوا به هم چرخید. اینا اومدن یک خبرنگار آمریکا، داعش اومد یک خبرنگار آمریکایی رو سر برید. فرقه رجوی احساس کرد که اگر عشایر انقلابی یا از این چیزا دیگه بگه یقه اینم میگیرن، اربابش یقهش رو میگیره. اومد لای لفافه نمیدونم نیروهای داعش وابسته به رژیم هست. این تناقض‌گوییش اونقدر زیاده که خودشم نمیدونه چی بگه. بدبخت واقعا میگن که از فشار، من خودم احساس میکنم از فشار افشاگری های ما به طور خاص، افشاگری های ما جدا شده ها، رجوی قاطی کرده. یه جا هست که مثلا یکی تو ملای عام میاد میبینه، به اینه میبینه، به اینه میخونه، به اینه خبرها رو دریافت میکنه، یعنی به صورت ماده میاد یه چیزا رو حدس میزنه که ما بهش میگیم تجزیه تحلیل. این بابا که توی سوراخ موشه، مخش پوسیده، از پوسیدگی منم گذشته، نشسته توی چیز سوراخ موراش، سوراخ موش، الان داره در مورد مثلا وضعیت عراق تجزیه تحلیل میده. تجزیه تحلیل چی هستش؟ که اگر نیروهای داعش و حزب بعث بیان قدرت رو توی عراق دست بگیرن، ما دوباره به همون حالتی که زمان صدام بودیم برمیگردیم، حتی سلاح هم میگیریم بر علیه نیروهای مثلا شیعه میجنگیم. ببین اینو تو سر چرخوندن و به این فکر کردن جز از یک آدم بیمار و ذهن خوش و کسی که حتی نمیتونه دو تا چهارتا رو ضرب بکنه در میاد. بهش ببری پنجره بگی ببین آفتابی، هوا روز روشنه، این فکر میکنه که دروغ بهش میگی. اون چیزی که خودش میبینه باید چیز بکنه، بعد میگه که نه که مخش درست کار نمیکنه، میگه نه الان هوا به اون خوبی هم نیستش، هوا تاریکه. رجبی الان در مورد عراق درست تو اون وضعیته. خود عراقی ها و خبرگزاری ها، من بخونم آقای سربی اجازه بدین یه چند سطری. بله بله بفرمایید. این خبری که این هفته توی در مورد وضعیت عراق انتشار یافته، خبر موثق: نبردهای سنگین در شهرهای پیرامونی غرب بغداد
نوشته داعش در ساعات گذشته 50% رمادی مرکز استان علمبارو که در 110 کیلومتری بغداد میباشد را تصرف کرده، که دیروز خودشون اعلام کردن 60%، یعنی 50% بود الان شده 60% تصرف کرده. حتی دو تا از اشیره های بزرگ عراق که با دولت عراق دارن همکاری میکنن اونها را به محاصره انداخته و اونا اشیره سر اشیره هاشون گفته که اگر به ما مهمات و تسلیحات نرسونید ما از بین خواهیم رفت. اون عکس انبار رو من نشون میدادم که ساخت اونا رو چگونه به اصطلاح تیکه تیکه کردن و مردم هم در حال فرار هستن. و البته خبرهای خوبی از کوبانی اومد که اونجا به اصطلاح مثل اینکه نذاشتن اینها شهر رو بگیرن و واقعا امیدواریم که یک عملی انجام بشه که اینها با اون وحشی بازیشون نتونن مردم بیچاره و بدبخت رو به اصطلاح قتل عام کنن و این کشت و کشتارها رو ادامه بدن. بله من به گوشم بفرمایشون. آقای سوربی اینجا من یه پارانتز باز کنم. ببین توی جنگ وقتی که اون سر اون چی میگن اون رهبر یا اون فرمانده وقتی میمونه نفرات هم میمونن دفاع میکنن. حالا از یه طرف هم امریکا هم کمک کرده، یه بخشی از چیزای داعش رو بمباران کرده، این یه واقعیتیه، ولی اصلش اون حضور اون نیروها هستش. رهبر اونا مثل رجبی ترقی در نشده که فرار نکرد، یا مثلا مریم قزر یک سال قبل از چند ماه قبل از حمله آمریکا به عراق که فرار نکرد به پاریس مثل مریم قزر، وایستادن و مقاومت کردن. حالا بریم به وضعیت عراق. گفته که 110 کیلومتری بغداد تصرف کرده، به ابو غریب در 13 کیلومتری بغداد نفوذ کرده و به فرودگاه بین المللی بغداد نیز نزدیک شده است. فرودگاه بین المللی بغداد نزدیکی کجا هستش؟ لیبرتی، کمپ لیبرتی. یعنی اگه در اطراف فرودگاه بغداد اتفاق بیفته اونجا دیگه آیه سربی اینجوری نیست که مثلا تو بزن من بزنم رو به رو مثلا با کلاشینکوف به جنگن. اونجا مجبورن از سلاح‌های منحنی زن مثل توپ و خمپاره و اینجور چیزا استفاده بکنن، کاتیشا و مینی کاتیشا، و این منطقه رو میزنه. وقتی منطقه رو میزنه زیر اون آتش کیا هستن؟ درسته یک بخشش نیروهای عراقی، مردم عراق، ولی اونجا تو اون منطقه یک نیروی اسیر هستش در دست تقریبا 2800 نفر، بیش از 2800 نفر به نام اعضای فرقه رجوی. تو این مدتی که بغداد به این وضعیت افتاده سران فرقه رجوی یک کلمه از اخبار بغداد توی سایت هاشون نمیذارن که علت داره. اینها میترسن اخبار عراق اونطور که واقعی هست بذارن توی در اختیار اعضای خودشون. دو حالت بیشتر نداره، یا همشون به قول خودشون که اصطلاح واو به کار میبرن یعنی وارفتگی، یا همشون وا میرن، یا اکثرشون سعی میکنن جون خودشون رو بردارن و فرار بکنن. رجبی به این خاطر نمیاد اخبار عراق حتی توی سایت های که رسمی خودشون هستش درج بکنه. یعنی یک لاپوشانی. این لاپوشانی چه حاصلی برای اینا داره؟ حاصلش اینه که اینا نشستن و خدا خدا میکنن که یک اتفاقی تو اون کمپ برای اون کمپ بیفته، یه عده‌ای تو اونجا کشته بشن و رجبی اینجا مریم قجر پرچمشو بلند بکنه، چند تا هم گل به دیوار بزنه با قاب عکساش، سبد گلاشو بذاره به یکی افراد ما را توی عراق کشتن. یعنی یه نوع خلاص شدن زیرابی از دست این نفرات. چون یه واقعیتیه این نفرات که توی لیبرتینا هستن وقتی میان بیرون یه نفر رجبی که نیستن، حتی گیریم که اینا رو کنترل بکنن. یه اون
چه میگن، آب ریخته را نمیتونه برگردونه به توی جوب. به همین خاطر شما نگاه بکنید، این همه تلاش میکنن، این همه خرج میکنن، این همه چیز میکنن، یک جلسه میذارن، یک لحظه فقط حرفشون چی هستش؟ حرفشون اینه که حفاظت لیبرتی. خب حفاظت لیبرتی آقای سوربی، این دیگه مال وزارت اطلاعات نیست که من دارم میخونم، مال سازمان ملل. نوشته فرار هزاران نفر از نبردها در غرب استان علمبار. سازمان ملل متحد میگوید که احتمالاً تا 180 هزار نفر از نبردها میان نیروهای دولتی عراق و گروه دولت اسلامی داعش در داخل و اطراف شهر هید در غرب استان علمبار گریختند. اونجا هم ساختمانه سوراخ سوراخ شده عکسش هستش توی سایت ها، و همین که ملت دارن با مینیبوس و اتوبوس و سواری دارن فرار میکنن با پای پیاده هستش. شما اونش طرفش کم داشته باشید. خب ببین، این آمار سازمان ملله، 180 هزار نفر از اون قسمت که درگیری هست دارن فرار میکنن. خب اینها ملت عراق هستن، اونجا ساکن هستن، اونجا ثروتشون زندگیشون توی عراق هستش. اینا وقتی فرار میکنن یعنی میتونن از این شهر خارج، دنیای آزاد زندگی میکنن. ولی مریم قجر این 2800 نفر رو کرده توی کمپ و اجازه تردد هم بهشون نمیده. نهایت این چی میخواهد شد؟ بجز مرگ. من واقعا احساس خوبی نسبت به این وضعیت ندارم. خدا کنه و تلاش کنیم که هیچ اتفاقی برای اونا نیفته. ولی واقعیت یه چیزی دیگه هم هستش، توی صحنه که نیستیم، که ما فرمانده هم نیستیم، ما قدرت بازدارندگی اونچنانی هم نداریم که بگیم که ما مثلا نمیذاریم به کمپ لیبرتی فلان حمله نشه. ببین رجبی از اون ور از خداشه، همین الان یه اتفاقی اونجا بیفته، از این نفرات مینیمم 1000 نفرشون به یه طرف چیز بشن، دراز بکشن. چون برای این جان انسان ها ارزشی نداره. ببخشید، شما میخوان بگید که یعنی جنازه و جسد این افرادی که اونجا هستن بیشتر از زنده بودنشون ارزش داره؟ زنده بودنشون ارزش داره، بله. چون حداقل برای به طور خاص برای رجبی و مریم قجر بیشتر ارزش داره، چون اونایی که میان بیرون، وقتی که بیرون رو میبینن، وقتی که اون بلاهایی که سرشون اومده رو افشا میکنن، چی باید جوابگو باشه؟ در قدم اول رجبی و مریم قجر. اینا که میان توی سایت هاشون یه چیزایی که می نویسن می ندازن بر علیه جدا شده ها، آیه سوربی، اینها که حرف اون نفر نیست. من با مثلا حسن گلی و احمد علی که دعوای شخصی ندارم اینجا، اونم یه بدبختی مثل من. حالا ما چیزمون رو برداشتیم، جونمون رو برداشتیم، از دستشون فرار کردیم، اون اونجا اسیره. خب من موقعیت اونو میفهمم، به اسمش یه چیزی مینویسن میذارن تو سایتشون، ولی اونجا که نشون میده که بر علیه جدا شده که این فرقه را افشا میکنن، اینا سوزش رجوی شخصی هم. این دیگه چیز ناشناخته نیست برای ما رجوی علف بگه تا یاش میفهمیم که این داره چی میگه. ورنه من نه با حسن حسین به دبستان دارم، نه با چیز دشمنی دارم. تازه من این همه تهدیدات اینا را به جان میخرم، هم من هم دوستانمون، به خاطر اینکه اونا آزاد بشن اونجا. چون من دیدیم اینا را که اینا چه شبان شالتان بازی اون افراد را نگه داشتن. ما از درون اونا اومدیم، از درون همون فرقه. پس در نتیجه مرده، بله مرده اون نفرات بیشتر ارزش داره تا اینکه بیان بیرون، حتی
حتی به نفع فرقه رجبی کار بکنم، چون اونجا میگه که من یک مشت چه میگن قلوس رو ببرم خارج چیکار بکنم، اینجا میمیره من میگم نفراتم رو کشتن، هم یه دکون چند نفشی برای اجرای اون نمایش مسخره مریم غزیه توی اوور و هم یه دکونیه که از جوابگویی فرار بکنه، بگه که نفرات ما را کشتن، بیاییم ما را بله کردن تازه از هر طرف هم که بیفته تو اون منطقه خدای نکرده از اینا تلفات بگیره، اینا از همین الان سناریوشو نوشتن رژیم ایران حمله کرده، یعنی تمامی تلاش رجبی اینه که اونجا یک اتفاق ناگواری بیفته و این ننه من غریبم بازی که در میاره رو دوباره چکار بکنه؟ شروع بکنه. آخرین نفری که اونجا فوت کرده تقی عباسیانه توی کمپ لیبرتی. خب من اینو از سال 70 تنگاتنگ با هم دیگه کار میکردیم تو تمرینگاه ترابری، این بند خدا از سال 70 مشکل جسمی داشت، هم تو قلبش هم تو کمرش، اینو اونجا اونقدر نگه داشتن تا آخرش دو هفته پیش فوت کرد. این به درد رجعی میخوره، نه اینکه یک نفر زنده از اونجا بیاد بیرون. از اونجا تابوت هرچقدر زیاد باشه، تعداد گلها و تعداد عکسایی که مریم خانم توی دیوار میچسبونه باش کوتره براش. حالا این وضعیت عراق، ولی اینها میان جلسه میذارن آقای سربی، میان که کلاه آبی، خب این کلاه آبی ها را اگه قراره که سازمان ملل بفرسته برای حفاظت اون زن بچه‌ای که توی میفرسته برای حفاظت اون بدبخت هایی که توی کوها پناه گرفتن، و این هستش بدبختی ما که این با کلاشی یه سری چیزایی مطرح میکنه که چی میگم هیچ چیزی نداره، راه اجرایی نداره، فقط یه چیزیه، این یه فیلی هوا میکنه، حفاظت لیبرتی کلاه آبیان، حفاظت لیبرتی نمیم کلاه سبز. عزیز من حفاظت لیبرتی الان که تو عراقه دست ارتش عراقه، سازمان ملل برای حفظ جنوم مردم بیگانه هیچ کاری نکرده، چجوری میخوای برای یک عده که بیگانه هم هستن اونجا هیچ موقعیت ثابتی ندارن نیرو بفرسته؟ آیا این کلاشی نیست؟ آیا این شیادی نیست؟ ما والا هر چقدر که میگیم اینا بیشتر تاکید میکنن به اون خواسته هاشون، به این نتیجه رسیدیم که تنها رایی که اینها تنها خواسته که اینا داره، مثلا اون نیرویی که میخواد اینا را حفاظت کنه باید بیاد توی همون عراق حفاظت بکنه دیگه. حفاظت توی عراق یعنی باز موندگاری نیروها توی عراق، موندگاری نیروها توی عراق یعنی باز تهدید و خطر جانی برای اون اعضای نگونبه. آخه این چه خواسته نامشروعیه؟ این چه خواسته نامنطقیه؟ اینا همش به نظر من کلاشی و شیادی خود شخص رجوی و مریم غجر و سران فرقه است، و نقششون اینه که اونجا یک اتفاقی بیفته، یک خون خونریزی بشه، اینا بتونن دو تا سود دارن، خلاص شدن از دست اعضا و باز کردن یک دکون دوباره به اسم شهید دادیم حمله کردن به ما، نمیدونم رژیم این کار کرد تا اینکه بتونه خودشو از جوابگویی فراری بده. همین الانشان جواب نمیده که آقا اینا رو چرا نیگه داشتین اونجا. ببخشید آقای رزاقی، اجازه بدیم برای دوستانی که این ماجرای کلا آبی ها رو نمیدونن تعریف کنیم که سازمان ملل یا همون UN اصلا سیمبولش، اون علامتش این کلاهای آبی هست که انواع مختلف هم داره. همچنین اضافه کنیم که اینها بعضی جاها حتی نمیتونن حفاظت خودشون رو به اصطلاح رعایت کنن، و در خبرها بود که
400 تاشون رو چند هفته پیش گرفته بودن و برده بودن و حقیقتا یونایتد نیشن یا همون سازمان ملل میشه گفت که هیچ قدرت اجرایی نداشته تا حالا و هر جا هم رفته نتونسته اونجوری که باید شاید یا ازش خواستن به اصطلاح از دیگران حفاظت کنه. حالا چرا سازمان مجاهدین این رو هی میگه دیگه اون پرسشی هست که باید از اونها پرسید، ولی متاسفانه اینها پاسخگویی رو از برنامه هاشون حذف کرده. بفرمایید آقای صاحب. این که برای ما مشخصه اون میخواد اون اعضای نگونبخت توی چیز نگه داره توی عراق، حالا با لفافه و تو اون ملافه ای که سازمان روش سازمان ملل پیچونده به یکی اینا تحت حفاظت سازمان ملل هستن. خب آیا این تحت حفاظت سازمان ملل یه خونپاره بیاد روش میگه که خب اینجا نگفتم که اینا تحت حفاظت سازمان ملل هستن؟ اصلا یه چیز غیر منطقیه. باز تو همون ماجراها آقای رضایی، تو همون ماجراهای اسرائیل و فلسطین که چند ماه پیش مشکل داشتن، دیدیم که مدرسه و بیمارستانی رو که سازمان ملل اونجا هست اسرائیل با موشک زد و هنوز نساختن موشک هایی رو که روش نوشته باشه به اصطلاح سازمان ملل رو نزنید. و دقیقاً الان میگم اینا باز پرسش های بیشتری رو امیدوارم در مغز بینندگان و شنوندگان به وجود بیاره و اونها اگر میتونن دسترسی دارن به سازمان مجاهدین این پرسش ها رو از اونها بپرسن. بفرمایید آقای صاحبی. من فکر کنم وضعیت عراق در حد کوتاهی تونستم چیز کنم، تشکیل کنم. میخواین لطف کنید شما یه مقداری درباره این درخواست همکاری که توی پرانتز نوشته شده مزدوری برای دولت عراق از طریق فرستادن پیام، این رو برای ما توضیح بدید، این ماجرا چی هست؟ ببین با جابجا شدن آقای مالکی و اومدن آقای علبادی توی نخست وزیری، خب میدونیم که توی عراق قدرت نخست وزیر یعنی قدرت تصمیم گیری و اجرایی نخست وزیر از همه اون رئیس جمهور هم بالاتره، یعنی میشه گفت که 90% قدرت دست نخست وزیره. دقیقا مثل اسرائیل یا مثل انگلستان و اینها هست که اونجا رئیس جمهور یا پادشاه قدرتی نداره. بله رئیس جمهور عراق یه سری کارهای تشریفاتی میکنه و یه سری چیزا مثلا قوانین که به حساب تصویب میشه، یا میخوام به فرض نمونه شو بگم، مثلا میخوام حکم اعدام رو عملیش کنن، مثلا رئیس جمهور باید چیز بکنه، امضا بکنه، یا از اون طرف اگه خواستن حکم اعدام یه نفر رو ببخشن باز باید بله اون باید امضا بکنه، یا یه در حد اینجور چیزا. ولی طرف اصلی دولت با دولت‌ها چیزه، نخست وزیره. بله بله، یعنی میشه گفت نخست وزیر قدرت اجرایی داره، رئیس جمهور بیشتر تشریفاتی. بله. بعد اینها اومدن با عوض شدن مالکی، این فکر میگم که مخ رجبی از پوسید گم گذشته، اینا فکر میکنن که با عوض شدن مالکی سیستم هم عوض میشه، یعنی اینا میتونن با عوض شدن مالکی بیان سوار یک موجی بشن، چون مالکی رفته دیگه، اینا میگفتن دست نشانده رژیم و نمیتونن اصلا نماینده رژیم، اصلا خود رژیمه که داره تو عراق چیز میکنه، حکومت میکنه. اینا فیلشون یاد هندوستان کرده، فکر میکنن که با رفتن مالکی با اومدن آقای عبادی میتونن تو عراق میخشون رو بکوبن، در صورتی که همین آقای عبادی جزو معاون آقای توی حزب معاون آقای مالکی بود. این از یک قدمش. دومش از حزبیه که شیعه، از جزو حزب شیعه هستش، یعنی جزو حزبی که جزو احزابی هست که قدرت رو توی مجلس توی چیز به دست دارن دولت، و این که رجوی نشسته تو سوراخمون شکمش رو صابون میزنه که یه روزی اتفاقی بیفته و دولتی مثل دولت صدام مثلا
مشابه اون، نه حراب اون قلیزی صدام، مشابه اون بیاد با دولت ایران تضاد کار بکنه، حتی نه جنگ، تضاد کار بکنه به مجاهدین، بس چی داره؟ نیاز داره. به همون خاطر اومده از زبان یک جنرال مزبگیر بازنشسته به نام شلتون، جنرال هیو شلتون، یه چیز جالبی گفتی که اصلا عمرن شدنی نیست و نخواهد شد. من این وعده را به رجبی میدم، هر وقت دیدی که شطور از سوراخ سوزن رد شد، اون موقع این اتفاقات هم پس عملی میشه. چی خواسته؟ اون یارو یه صحنه چیدن به حساب که یه تلویزیونی با این جنرال جیرخار رجبی مصاحبه بکنه، چون این جنرال میارن توی پاریس روی سن براشون سخنرانی میکنه، یه 30-40 هزار دلار برای هر سخنرانیش پول میدن. نوشته که به نخست وزیر العبادی میگفتم که به سمت مجاهدین ایران بچرخید، مجاهدینی که اکنون در کمپ لیبرتی مستقر هستن. نمیدونم چیز شما دارین آقای سربی یا نه؟ بله من دارم نشون میدم، اگه میخواین من بخونم. بس که سوال شده از ایشون، وقتی ما درباره داعش و تروریست صحبت میکنیم، رژیم ایران بزرگترین تهدید در خاورمیانه است. بعد ایشون پاسخ داده که خیلی متشکرم از سوال شما، من به شما میگویم که رژیم ایران منبع اصلی مشکلات در سراسر خاورمیانه است، در صورتی که 2 هفته پیش اعلام کردند که الان با وجود همه اشکالات کشور ایران با ثبات‌ترین کشور در خاورمیانه است. و برای من خیلی جالب بود حالا با صحبت‌های این جنرال بازنشسته حقوق بگیر که احتمالاً به زودی مدارک این هم میاد بیرون که این هم مثل اون آقای شهردار سندیگو که به اصطلاح دنبال زنها و اینها بوده، یا آقای جولیانی که میشه گفت یه جوری مافیاوار، یا اون آقای نوت گینگریچ که اینها رو حقوق میدن، یا اون آقای تد کندی که معتاد و هر چیزی که شما بگید، اینها به نظر میرسه که همه این نخاله ها رو اونجا جمع میکنن. در صورت من این عکس رو دارم نشون میدم و اون نوشته اطرافش رو. بله آقای صاحبی، ببین این جنرال وقتی که توی خدمت ارتش آمریکا بود که یک کلمه در مورد وضعیت ایران و مجاهدین اصلا حق اظهار نظر نداره به صورت قانونی، چون نظامیان آمریکایی مگر اینکه مربوط به حوزه چیز خودشون باشه، نظامیگری خودشون، بتونن اظهار نظر بکنن، ولی نه توی سیاست که نمیتونن وارد بشن، قانون اصلا ممنوعه براشون. ولی وقتی میان اینجوری بازنشسته میشن و جیرهشون رو از رجبی میگیرن، اینا میشن بلبل مریم قجر و رجبی، به اینا پول میدن و به اون تلویزیون هم یه مقدار پول میدن، میگن که بیای تو توی این مسابقه اینو بگو، یا وقتی میای تو پاریس این برگه را براش میفرستن میخونن که بیا این سخنان رو توی اون شو بگو. و نه این جنرال قبل از اینکه بیاد توی لابی های فرقه رجبی بهش میگفتیم مجاهدین خلق ایران، فکر میکرد که مجاهدین خلق افغانستان رو داریم، اسم مجاهدین میآوردی، چون مجاهدین فقط با افغانستان شناخته میشد، مجاهدین خلق رو کسی نمیشناخت. ولی به برکت دلارهای صدام و موساد و اسرائیل خب و شیخهای مرتجه عرب که میلیون ها دلار اینجا براشون میدن و پولاشون رو چه به صورت نقدی یا حساب یا به صورت تجاری در آوردن، میپردازن سودش رو به این آدم ها که این جنرال بیاد بگه. خیلی جالبه، به العبادی گفته که من اگر جای العبادی بودم میچرخیدم به سمت مجاهدی. خب
اون زمان بچه که تو عراق اشغال آمریکا بود نیومدی به چرخی توی سمت مجاهدی؟ چرا نیومدی مسلحشون بکنی؟ چرا نیومدی جلوی اخراجشون از چیزو بگیری؟ اردوگاه اشرف ها، رجوی که شعار میداد کوها زجا به جنبت، اشرف زجا نه جنبت، همچنان جنبون جنبون گذاشت رفت کمپ لیبرتی. نگو اینا پول میگیرن یه سری شر برای میان اونجا توضیح میدن، نمیدونم اون چیزی که فرقه رجوی دیکته میکنه براشون، اینا مجبورن بیان اینو بگن. و اینم یه پیامیه برای دولت عراق که بیا از ما استفاده بکن مثل صدام. ما ابزار ببین آقای سوربی بارها بارها ما توی سایت هم دیدیم چیزای اینا و اونجا هم شاهد بودیم، به ما صد بارم اینو حضوری میگفتن که آمریکا از ما استفاده میکنه بر علیه رژیم. آخرش همون آمریکا، باز ما که توی تیپ بودیم به قول مسعود رجبی میگفت که اینا رو گذاشت سر کوچه، باشه ما رو گذاشت سر کوچه، اصلا تو رو تا سر کوچه هم که نیاورد، رجبی تا سر کوچه هم نذاشت بیا. هر از گاهی این خیلی معذرت میکنم از بینندگان، دستمالی که رجبی استفاده کرده رو اینا برمیدارن یه تکونش میدن، دستمالی که صدام استفاده کرده رو بلند میکنن میگن که این هست ها. و یا نه تو عالم واقعی دولت عراق منافعش با در جنگ با تروریستای داعش و فلاینا، منافعش با همکاری با کشورهایی هست که امنیت برقرار میکنن یا با یه فرقه تروریستی. اصلا بگه آدمی خیلی معذرت کنم کودنترین آدمی که الفبای سیاست ندونه بهش بگی که الان اینجا یه دولتی هستش گیر کرده زیر فشار تروریسم، این بره با یه گروه تروریستی متحد بشه به نفشه یا بره با چند تا کشور، هیچ وقت به اون صحنه به اون روزگار بر نخواهد گشته، صد سال دیگه. ولی خب رجبی خود از اونجا که روی پایه های خودش هیچ وقت نتونسته بایسته، همیشه وابسته بوده، همیشه با شیادی و مزدوری تونسته بر اعضای خودش مسلط بشه، اینجوری خودشو چی کرده به حساب حراج گذاشته. یعنی علنن این که میگه که من اگه بودم به سمت مجاهدین میچرخیدم، این سمت حرف خود این نیست، این آقای جنرال به این جنرال گفتن که تو برو اینجوری بگو. حالا توی از پشت اون لابیای اسرائیلی اینا که توی عراق توی سفارت آمریکا اینا نشستن و چقدر فشار میارن به دولت عراق، ببین اونا چی رفتن گفتن، این رو شده، یعنی این خود فرقه رجوی رو کرده. معلومه که هی پیغام پسغام میفرسته که بیاین از ما استفاده کنیم برای علیه رژیم ایران. آخه مثلا رژیم تو چیکار میتونی بکنی برای علیه رژیم ایران؟ خودت مدعی هستی که ما اینجا تو زندانیم. البته شما یکم کم لطفی میکنی، اینها با اون 3000 نفری که دارن نیروهای جوان رزمنده، من الان دارم عکساشون رو نشون میدم. آقای سوربی ببین یه بهترین وضعیتی که هستش، یعنی نرمال، خب حالا تو این عکسایی که شما نشون میدین خیلی از سراشون رنگ مو زدن و سیبیلاشون رنگ مو زدن و نمیدونم فلاینا. بله یه مقاله بود هفته پیش من روی فیسبوک گذاشتم، نوشته بود کمپ اشرف به اصطلاح یه پایگاه نظامی یا کمپ سالمندان. ببین این یه واقعیتیه، اون عکسایی که شما میبینی، خب بله. ببین چهره اون افراد یه لبخندی میبینی، یه رضایتی از موندن در اونجا رو میبینی، اون افراد همشون ولی کت شلوارا نوه ها. آقا از این اونجا کت شلوار میپوشونن یه نیم ساعت یه ساعت برای برنامه بعد برن دوباره در بیارن. البته باز یه مقاله درباره کت شلوار هم بوده که
گویا یکی از دوستان به نام کریم روزی 20 تا کت شلوار از فروشگاه ها، خیلی واقعا ماجرای گلدوزی و کت شلوار دوزی و اینها نمیدونم والا. اینا آقای سربی اینا افتخاراتشون بود که اونجا مطرح میکردن. بله بله. یعنی بچه هایی که نفرات که عضو پرگه بودن توی خارج کشور نبودن، حالا اون موقع اینا توی پرانتز بگم، اون موقع که توی این کنترل مدار بسته دوربین یا این چیز الکتریکی نبود که این جنس برچسب داره که شما وقتی رد بشین پولش نپردازین بوق بزنه، اون موقع این کنترل های نبود. اینها تمامی مسائلشون رو به گفته خودشون من دارم میگم، من به کسی تهمت نمیزنم، رجبی باعث میشد، یعنی بهشون میگفت که تو هر پایگاهی مثلا یکی مسئول، دو نفر مسئول آوردن لباس هست، دو نفر مسئول آوردن چیز هستن، مواد غذایی هستن، دو نفر مسئول آوردن اسمش چی میاد لوازم خانگی هستن. ببخشید آقای، دزدی میکردن. یعنی آها منظورتون از آوردن، چون مثلا تو سربازی یه نفر مسئول آوردن نهار از آشپزخونه برای گروهان بود، مسئول شما از، منظور شما از آوردن مسئول بودن یعنی برن از فروشگاه ها کش برن یا بدوزن بیارن. بله کش برن، میگفتن که خلاص. اون موقع مثلا اونا که خودشون تعریف میکردن بهش میگفتن خلاص کردن جنس، تو اینه خلاص بکن، من اینه خلاص بکنم. مثلا انگلی برنامه میکردن، مثلا آقای سربی به غیر از این کلاهبرداری هم روی این بوده توی این ماجرا، یعنی افرادی که فرقه رجبی آورده بود با خودش توی سال 72 همراه مریم قجر به اروپا، اون موقع که انگشت‌نگاری نبود تو پناهندگی، اون موقع به گفته خود فرمانده خود مستقیم من که توی صد نگهبانی میگو آقای باقری، میگو که من یه دونه پاسپورت یه ثبت نام کرده بودم توی سوئد، یکی توی چیز داشتم نروژ. یعنی حساب کنید با یه عینک و با یک سر تراشیده و فلانینا توی سوئد با یه اسم دیگه پناهندگی داشت، یه دونم با بدون عینک و ریش پروفسوری و نمیدونم فلان توی نروژ داشته، چون این کشورها به هم دیگه نزدیکن. یا اینجا هم توی آلمان داشتن، هم توی فرانسه داشتن، هم توی دانمارک نفر بوده که سه تا پرونده چیز داشته پناهندگی، سر ادارات پناهندگی که اینجوری کلاه گذاشته بودن، در سر بانک ها خیلی هاشون وام گرفتن از بانک کریدی برداشتن دادن به فرقه رجبی به مریم قجر و خودشون فرار کردن رفتن عراق، چون دیگه نمیخواستن برگردن که اینجا. الان که میخوام برگردن، یه عده‌شون میخوام برگردن با اسم مستعار برمیگردن، یعنی با اون اسمی که قبلا اینجا دزدی میکردن کلاهبرداری کردن، البته با رهنمودهای سران فرقه. این بدبختان هم مجبورن با یه اسم دیگه برگردن، مثلا چند نفرشون اومدن توی آلبانی، آقای باقر شعبانی، برادر باقری، برادر باقری میگم محمد شعبانی، این کسی که تو آلمان خودشو پروفسور جا زده بود، الان با یه اسم دیگه توی آلبانی تشریف داره. الان اینو بیارن توی آلمان ببینیم چند تا از پرونده از این کلاهبرداری یا از این چیزاش در میاد، چون قیافش طوریه که با یه ریش پروپوزالی و فلان نه، خودشو به گفته خود نفرات که باش کار میکردم و گفته خودشو پروفسور جا زده تو آلمان. دو تا بز بدی یکی پر میکنه، یکی هم دنبالش ود میکنه میره دنبال اون یکی. خب کلاهبرداری اینا که کم نیستش، دزدی هاشون که کم نیستش. آقای سربی از دزدی هاشون یه صحبت شد، من یه خاطره بگم از دزدی های اینا. روز دومی که صدام سرنگون تو عراق بودیم، روز دوم سرنگونی صدام بود، همه را به خط کردن، تیم تیم کردن،
این تیم ها موظف بودن هر کدومشون برن تو پادگان های عراقی و ادارات دولت شهرداری ها نمیدونم ادارات چیزینا، هر کدوم از این تیم ها موظف بودن اون جنسی که مشخصه داره بدوزن بیارن. سه چهار تا تیم با سه چهار تا کامیون تریلی موظف بودن مهمات جمع کنن، مهمات هایی که مال توی پادگان های عراقی مونده بود یا توی مناطقی که عراقی ها نظامی شده بودن. یه تیم هایی می رفتن ماشین ها رو می آوردن، یه تیم هایی می رفتن زرهی ها رو می آوردن. خب همه اینها دزدی بود، نه اینکه مثلا پول بدن بخرن فلان اینا. بیش از 2000 دستگاه خودروهای کوچیک، نیمه سنگین، سنگین و فوق سنگین و ماشینالات راهسازی، چون کارخونه آسفالت اینا رو غارت کرده بودن، ماشین راهسازیشو برداشته بودن آورده بودن، یا تو این شهرداری رفته بودن لودر و بوردزل و گریدر و نمیدونم کمپرسی اینا بود، همه رو برداشته بودن آورده بودن. بیش از 2000 دستگاه خودرو رفتن از بغداد یه دونه ثبت اسنادی آوردن، برای اونا سندهای جعلی درست کردن که گویا اینا را از اردن وارد کردن. مزد با اول تو خود داخل اشرف، اردوگاه اشرف، برای اینا سند درست کردن که گویا اینا را از اردن آوردن. بعد از روی همون سند عراقیه که آورده بودن و بهش هم پول خوبی میدادن و آدم متقلبی بود، دوباره یه سند میزد که این سرد شده عراقه، یعنی سندی عراقی بهش میدادن، با همون سند عراقی هم میزدن به اسم اون خریدار. کلی از این دم دستگاه و چه میگن ماشینالات و فراینا که فروخته بودن، اینجوری اینا با تقلب و با درست شدن مدرک جعلی فروختن به مردم عراق. دوباره نزدیک به گفته خود زهره اخیانی 500 میلیون دلار اینها چیز فروختن، جنس فروختن، جنس دزدی. یه زمانی رجوی مدعی بود که عراق برای من باید خسارت اشرف رو بده، ما از اینجا بریم 500 میلیون دلار 500 میلیون دلار. اون 500 میلیون دلار رجوی می‌خواست برسونه به 1 میلیارد دلار، چون 500 میلیون دلار دزدیده بود از چیز اسمش میگن عراقی‌ها، مزه دلار تو دهنش شیرین اومده بود، یعنی علف تو دهن بزه شیرین اومده. این از اون بابت میگفت که برای ما چیز بکنید 500 میلیون دلار بدیم 500 میلیون، چون 500 میلیون دلار رو دیده بود. آقای رزاقی لطف کنید، حالا ماشین دزدی و پول و اینها به جای خود، ولی چرا گل دزدی در این موردی مقداری صحبت کنید؟ چون ماجرای بود که یه ریپورتی درست کرده بودن که گویا اعضای مجاهدین از قبرستون ها گلدون و گل می دوزن و یک خانم جوانی به اصطلاح دستگاهی رو گذاشته بود که این روزا خیلی هم ساده است، این دستگاه تو همه تلفن ها هست مثل جی پی اس، و بعد مشخص شده بود که این گلدون ها توی اون اوورسورواز هستن. بله ببینید آقای سوربی، مسئله گل 10 دلاری یا 20 دلاری نیستش، بحث این نیست، چه بحث اینه که ذات این کار هستش، بحث اینه که تمامی ساختارش با دروغ و دزدیه. و یعنی کسی که 30000 دلار 40000 دلار به هر یه ننه قمری از دور خارج شده میده، نمیتونه 10 دلار بده به چیز گلدون بخره. ولی این شیوه کاره، هم از هم دزدیدن تو روابط مناسبات، حالا اونو بذاریم کنار، این دزدیدن مثلا تو ظاهر فکر کنیم که مثلا مریم قجر از این دزدی خبر نداره، اشتباه این، چون خود مریم قجر روی خرج خیلی پول دلار دوستان نه، زن شوهر روی کوچکترین خرج حساسن، خب پول بده گل بگیره، میگه که برین تهیه بکنی. ببین یکی از کدهای دزدی توی فرقه رجوی، برین تهیه بکنی، برین تهیه بکنی یعنی برین چیکار بکنی؟
دزدی بکنید، برین گیر بیارید. خب به اون مطمئن به اون اعضای فرقه میگن که پول نداریم که چیز بکنیم، برای گل پول بدیم، برین تهیه بکنید. برین تهیه بکنید، از کجا تهیه بکنید؟ برید از گل فروشی تهیه بکنه، گل فروش چه پول میخواد. بعد گل دونین هم که تو خیابون نیست که بره برداره، این مجبوره که بیاد بره توی قبرستان از سر قبرها گل دزدی بکنه و بیاره بده به مریم قجر، مریم قجر اینو پخش بکنه، نمیدونم روی رود اوور، یا پخش کنه پای عکس این بدبختایی که هر از گاهی کشته میشن تو لیبرتی، یا اگه سبدی باشه که اون گلدونای سبدی که دزدیده بودن بیاره با سبدش بذاره، نمیدونم روی یه چارپایی به یکی این دستگل از طرف منه به سمت به یاد بوده فلانیا. خب این ذاتش اینجوریه، این تو تشکیلات هم همین گند زده. باور کنی آقای سوربی، آدم نمیخواد این چیز را باز بکنه، ولی وقتی بحث باز میشه مجبوریم بهش اشاره بکنیم. نفرات اونجا از همدیگه دزدی میکنن، هر کدوم مجبور بودیم توی کمدامون یک قفل نیم کیلویی بزنیم، چون از دست دزد سیگار، از دست دزد لباس نمیشد کمد مثلا معمولی گذاشت رفت سر کار، میومدی میدی با سیگارت با برشش نیستش، میومدی میدی داشتی لباست نیستش. خیلی معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام، لباس زیر رو از روی بندرخ میدوزیدن از هم دیگه. این تشکیلات اینجوری بار آورده، این سیستمش اینجوریه، یه سیستم اصولی، یه سیستم درست، یه سیستم در ظاهر اینه که مثلا اون بالایی هم میگن خبر نداره. حتما من الان مطمئن هستم مریم قجر بعد از این افشا شدن گلدوزی رفتن جاندار یه نشست گذاشته که تو شما آبروی منو بردین فلان، در صورتی که خود اون دستور میده که برین تهیه بکنین، تهیه بکنین یعنی بدزدی. برای گلم باید پول داد. ببین این تو ذات کارشه. و احمق‌تر از اون حرکت اینه که اون یه منگولو فرستادن بچه شیادو به یکی این کار توطئه رژیم بوده بر علیه مقاومت، یعنی این رژیم اینقدر به تو نزدیک شده که بیاد زیر گلدونی که تو میخوای ببری به دوزی چیز بذاره، رهیب بذاره، بعد تو اون گلدون رو ببری توی خونه. اصلا با منطق جور در نمیاد. اینها لاپوشونی دزدی هاشون و لاپوشونی این خیلی معذرت میخوام لاشخوری هاشون رو لوس کردن، اینم لوس کردن، توطئه رژیم بوده. خب اگه شما اینا نمیدزدیدین رژیم هزار تا هم از این ردیابا میذاشت زیر گلدون، خب مثلا چی میشد؟ مگه گلدون پا داره بیاد توی مقر چیز مریم قجر؟ اصلا گیریم رژیم گذاشته. این گلدوزی آقای سوربی این همون شیوه پولدوزیشون، دوزدی های مختلف دارن دیگه، اینجا شیوه های مختلف داره، سکلاه گذاشتن و دوزیدن، نمیدونم از مغازه و دوزیدن. مثلا من یادم یکیشون صحبت میکرد توی آلمان، اینو بگم خیلی جالبه، یکی از این نفراتشون به حساب نیمه کاره، به حساب چجوری بگم نصف روز با اینا کار میکرده، یا مثلا هفته یه روز با اینا کار میکرده، دو روز با اینا کار میکرده، بعد کار خودش هم داشته، کار شخصی خودشو توی فروشگاه نیمه وقت کار میکرده، نیمه وقت کار میکرده، بله. بعد اینا میرفتن از اون فروشگاهی که این کار میکرده جنس بگیرن، مثلا اون موقع میگفتن که مثلا 200 مارک 300 مارک جنس برمیداشتن میآوردن تو اون گیشه که این پول میگرفته، مثلا 20 مارک 30 مارک میدادن میرفتن، بعد دو نفر دیگه میومد، مثلا
فلان وسیله رو میخرید که مثلا 300 مارکه، میومد جلو اون گیشه 30 مارک میداده میرفته. یعنی حساب بکنید از وجود اون نفری که توی فروشگاه هستش اینجوری هم استفاده میکردن. حتی تو رستوران ها میگفت میرفتیم 5 مارک میدادیم 4 نفری مثلا یه مرغ میگرفتیم و نمیدونم نوشابه شو چیپس شو نمیدونم سالاد شو فلانه شو، در صورتی مثلا به فرض هر نفری 5 مارک باید میدادن. اینا از هوادارهای خودش هم اینجوری سوء استفاده میکردن، یه دزدی های کلانی که میکردن دیگه از فروشگاه های اینا، تمامی اون چیزاشون پایگاه هاشون کنترل شده و با حمایت همون خواهر مسئولی که رجعی برای اونا مشخص کرده بود هدایت میشد دزدی هاشون. و پول بچه ها را، پول بچه هایی که به عنوان بچه های یتیم از عراق آورده بودن، این همه پولی که تحت عنوان کمک به پناهندگان و کمک به نمیدن بچه های یتیم در مرز ترکیه و ایران، مرز اردن ایران جمع کرده بودن، و این هم دزدی از ملت دیگه، ملت اروپا یا ایرانی فرق نمی کنه. شیوه های دزدیشون، این دزدی گلدون حالا این دفعه گیر افتادن، شیوه های مختلف دزدیشون اینجوریه و همش هم سیستماتیک. یعنی خود تو رأسش این گلدون از مقر اورسواز در اومده، مطمئن هستم که من شخصا مطمئن هستم که مریم قجر میدونسته که اون روز باید گل بیارن، چون خودش دستور داده که به این گل بیاری. حالا چه مراسمی داشتن یا چه چیو میخواستن دعوت کنن، میخواستن اونجا رو گل باران کنن، اینا دستور میدن. و از اون طرف به هواداراشون یا به اون نفرات که اونجا هستن وانمود میکنن که پول ندارن حتی گل بخرن. بند خدا نزدیک 10 میلیون دلار فقط از قاب صندوق اتاق خواب مریم قجر کشیدن بیرون، این همه خرج میکنه برای شوهای چیز پاریس، این همه خرج میکنه میده به این و اون که بیان برای اونجا 10 دقیقه صحبت کنن، اینا پول ندارن دیگه، یا پول ندارن که دوتا مریض از لیبرتی بردارن بیارن توی اروپا جونش حداقل با بیمه سوسیال جونش نجات بدن. این کارا را که نمی کنن، ولی به سمت دزدی این خصیصی نیست، خصلتشونه، روش کارشونه. الان 100 میلیون هم بذارید توی گاو صندوق مریم قجر توی چیز اسمش چی میگن اتاق خوابش، باز بعد میاد میگه که خب ما که هیچی نداریم به نفراتش. اونجا خیلی خنده دار بود آقای سربی، ضوابط پوشیدن جوراب در آورده بودن برای ما، امروز جوراب پای راست رو به چپ بپوش، پای چپ رو به راست، فردا به لکس. گفتیم آقا این چیه؟ گفت آره بچه ها جوراب درخواستشون زیاد شده، سوراخ میشه. خب مشخصه کسی که 16 ساعت 17 ساعت پوتین پاش باشه جوراب سوراخ میشه دیگه. جوراب نمیداد که پول نداری، لباس نمیداد که پول نداری. بعد اومدیم بیرون دیدیم که ماهانه 30-40 میلیون فقط از صدام دلار میگرفته. خب خیلی ممنون از شما. گل دزدی و کت شلوار دزدی و پول دزدی و اینها رو رها کنیم، یه مقداری باز شما لطف کنید صحبت کنید وضعیت کنونی مجاهدین در کمپ لیبرتی، چون میدونم با وجودی که شما جدا شدید ولی با این دوستان در تماس هستید و بعضی از اونها گهگاه اگر بتونن از طرق مختلف با شماها صحبت میکنن. به ما بگید که اوضاع و احوال مجاهدین در کمپ لیبرتی چی هست، کمپ آزادی. به این آقای سربی، متاسفانه وضعیت افراد خوشایند نیست. کسایی که به تازگی موفق شدن فرار کنن، ما خبرهای خودم شخصا گرفتم. اولا اینکه اینو بگم،
اگه سری قبلیاتون باشه، من یه موضوعی رو مطرح کردم که بعد از بسته شدن اردوگاه اشرف و کشته شدن اون 52 نفر گفته بودن که هر کس از فرقه رجوی جدا بشه به مثابه اینه که میخواد بره توی اروپا چیز بیرون از لیبرتی به دنبال کشتن رجوی. یعنی کاری کرده بودن که دیگه اون افراد حتی از فرار کردن هم میترسیدن، که حتی حکم هم صادر کرده بودن که حکمشون حکم مرگ، ولو اینکه توی حموم بگیرن این نفر رو خفه بکنن. اگه یادتون باشه اون موقع من اشاره کردم که 3 نفر بلند شدن اومدن موفق شدن فرار کنن. الان این بعد از اون فرار 3 نفر دیگه هم اومدن که شدن 6 نفر. یعنی 6-7 ماه که حساب کنیم یک سال اشرف بسته شده، 6-7 ماه که ازش اینجوری نفراتو به حساب مسدود کردن و نذاشتن اصلا اینا به سمت فرارم حتی تصمیم گیری برای فرارم بگیرن، اینا آوردن به حساب الان بیرون کمپ لیبرتی شدن 6 نفر. این یه چیزیه که یعنی اون اگه اون دفعه یادتون باشه من گفتم تلسم شکسته و واقعا تلسم شکسته. یعنی رجایی میخواست توی با یه فشار کاذب و با یه اهرم دروغین که هر کی میخواد از اینجا بره میره برای کشتن مسعود رجوی، این ملت رو چکار بکنه؟ تو اسارت خودش نگه داره. حالا اون چی شده؟ اون تلسم شکسته. ببخشید آقای رضایی، یکی از دوستان از هلند تماس گرفتن، من برای شما فرستادم، اگر ریز هست اونجا نمیتونید بخونید تا من براتون بخونم. نوشته آقای سربی جان، من سالها با اینها بودم، از بی وجدان بودن اینها بگم، مثلا برای بردن افراد به فرانسه چند ماشین کرایه میکردن، اولین کار باز کردن کیلومتر ماشین ها بود، یعنی ماشین که کرایه میکردن هر نوع ماشین، بعد از چند روز برگشتن دوباره کیلومتر رو میبستن، بسته میشد. من صدها نمونه از این کارها دیدم. دوستتان دارم، احمد از هلند. اجازه بدید من توضیح بدم برای دوستان. توی آمریکا تا چند مدت پیش به این صورت بود که شما ماشین رو که کرایه میکردید مثلا 50 دلار میگرفتن به اضافه هر 1 دلار برای هر مایل یا هر 50 سنت برای هر مایل، ولی الان دیگه اینجا شده unlimited، یعنی ماشین که کرایه میکنین روزی 50 دلار، میگن حالا دیگه هر چی میخوای رانندگی کن. این دوستمون آقای احمد از هلند میگه که اینها این کار رو میکردن. شما اگه لطف کنید کامپیوترتون رو برگردونید به اون حالتی که بود که این مقداری تصویر شما پایین. بله بله بله، همینجا خوبه، بسیار عالی. در اصل ایشون میگه یکی از کارهاشون این بوده که کیلومتر ماشین ها رو باز میکردن که به اصطلاح شماره نندازه، که مثلا اگر از فرانسه میرن یک کشور دیگه برمیگردن مبلغ کمتری بابت کرایه اون ماشین بدن. بفرم. این هم یه نوع دزدی دیگه. بله. حالا این 6 نفر که اومدن یه سری بقایه تعریف میکنن آقای سربی. یکی ترسوندن نفراته. اینها به اسم افراد توی لیبرتی مقاله می نویسن بر علیه جدا شده ها و اینا تحت عنوان افشاگری میذارن توی اون چیزای کامپیوترهای داخلیشون که آی ببین فلانی چی شده، فلانی مزدور شده، فلانی رفته اینجوری شده، و نفراتو اینجوری میترسونن. یعنی از ترس افشاگری جدا شده ها اینها توی اوورسواز مقاله مطالب می نویسن بر علیه جدا شده ها، ولی به اسم کسی که توی لیبرتی هستش میذارن و اینطوری به این شیوه نفرات از جدا شدن میترسونن. یعنی اونطوری که من خبر گرفتم 80-90% انرژی نفرات، انرژی فرمانده و مسئولین برای جلوگیری از فرار و جدا شدن اون اعضایی که هست که توی چیز هستن لیبرتی، حتی تو پیام‌های خصوصی مسعود رجوی و مریم گذر به اصطلاح گفتی که مرز سرخه. مرز سرخ یعنی به این صورت که دیگه
از هیچ یگانی هیچ کس نباید فرار بکنه یا جدا بشه. با همین حال یعنی تمامی انرژیشون رو میذارن برای نگه داشتن اون افراد، کنترل اون افراد، چه با شیوه نگهبانی چه با شیوه های دیگه. و این چی میگن کنترل هم جواب نمیده. الان 6 نفر تونستن بعد از اون 6-7 ماه بستن در به صورت فیزیکی هم بسته بودن و تو هر نگهبانی 5 نفر گذاشته بودن. مثلا شما حساب بکنید تو هیچ کجای دنیا حتی چیزای نظامی یا زندانبانی 5 نفر نگهبان یه جا نمیاد بشینه که مثلا ما داریم نگهبانی میدیم 5 نفر، یه ماکسیموم 1 یا 2 نفر هستش. ولی فرقه رجوی اومده نگهبانی رو کرده 5 نفر برای جلوگیری از فرار اعضایی که توی لیبرتی هستن. ولی فضاشون هم فضای یأس و ناامیدی. و آقای سوربی متاسفانه خیلی خوشایند نیست که مثلا ما بشنویم که اونجا هر هفته یا هر ماه یکی از بیماری میمیره. اینا خبرهای چه منظرم خانواده های دارن، اونا اون بدبخت ها اصیل این فرقه هستن، اونا هیچ گناهی ندارن که. ولی خب رجعی با این کاراش اومده چه میگن اینا را محدود کرده، اینا را نمیذاره به دنیای آزاد برسن. یه چند تفرشون که هر از گاهی از بیماری میمیرن، یه عدهشون هم که متاسفانه یک به حساب حالت نرمال ندارن، گوشه‌گیر شدن. میگه اونجوری که من خبر را گرفتم افراد مثلا توی این بنگال بهش میگیم که این چیزای پیش ساخته، اتاقای پیش ساخته، مثلا یکی صبح تا شب فقط نشسته اونجا برای خودش، یه گربه داره نمیدونم یه دونه کفتر گرفته چجوری حالا آورده نگه داشته اونجا، سرشو با اون مشغول میکنه. مثلا یکی رو گذاشتن وضعیت روحی روانیش خوب نیست، برای خودش نمیدونم بیل میزنه دوباره پر میکنه، دوباره بیل میزنه مثلا باغچه میخواد درست کنه. یه سریشون هستن که اصلا طوری به حالتی افتادن که حاضر نیستن حتی جواب سلام علیک رو بدن، یعنی حاضر نیستن چیز بکنن، امرار معاش معمولی بکنن با آدما. این یه بخشون که واقعا جای تأسف داره. یه بخشون هم شدن خیلی به صورت چه میگن اعصاباشون خرد شده، یعنی نمیشه بهشون نزدیک شد و چیز شد باهاشون دیالوگ کرد یا مثلا باهاشون حرف زد یا باهاشون یه مسئله یا مطرح کرد. چون یعنی روان پریش شدن اینجوری که شما میگید. بله روان پریش. آره روان پریش میگن. البته ببینید خدا نکنه که مثلا ما بگیم که مثلا به حد جنون یا فلان رسیدن، ولی واقعا رجعی به این سمت برده. چون قبل از اینم که این اتفاقا بیفته تو عراق اینجور بشه، حالا اون موقع زمان صدام بودن که یک سری ها بودن که جنون جوانی میگرفتن. من اینو با گوشای خودم از دکتر شنیده بودم که به نفری که با رفته بودیم بیماری که مثلا رفته بود توی چیز بغداد میگه که این به حساب من خودم تجربه میکردم. اون دکتر ترک بود، دکتر طوفان اومده بود توی جلولا، مثلا میگفت این بیمار چیز گرفته، جنون جوانی. خب یه بخشش که اونجوری هستن، یه بخش هستن مثلا که اینجوری رجوی کاری کرده که اون آدمایی که چه میگن توی اسارت هستن بشن حالت پرخاشگر، یعنی حاضر نیستن با هیچ کس هیچ مراوده هیچ ارتباطی داشته باشن، دعوای فیزیکی و فلان اینجور چیزا. حتی فرماندهان بالا میترسن که بهش یه چیزی بگن، به حال خودشون رها کردن. اینها اصلا خوشایند نیستش. حتی گیریم من که امید ندارم به اینکه مریم قجت اینا رو برداره بیاره تو اروپا یا آمریکا، حتی گیریم الان در باز کنن اینا بیان، آقای سوربی اون اکثر که مال اعضای فرقه هستن وایسادن با خود شلوار، بله
ببین در حالت نرمال حساب بکنید، شما اون عکس رو نگاه کنید در حالت نرمال، بذار جلوی یک آدم بی‌طرف، بگو این میخواد بیاد خارج، میخواد بیاد اروپا، ببین چی خواهد بود. الان شما وجدانن میخوام از این سوالا این بار من از شما بکنم، شما این رو ببینین که میخوام بیارن آمریکا چی میگین؟ والا میگم تو این سن و سال کار مشکلیه، ادجست کردن خودشون، یعنی تنظیم کردن خودشون، یاد گرفتن زبان، نوع زندگی اینجا، و شاید خیلی از اینا هم به همین دلیل دیگه گفتم خب سنی از اون گذشته اقلا اینجا وایسیم. نمیدونم والا، سوال خوبیه، میخواین اینو از بینندگانم بپرسیم؟ دوستان اگر دوست داشته باشید به این سوال پاسخ بدید. من این عکس نشون هر چقدر نگاه میکنم از اون روز تا حالا، میگم که خب ببین به خدا تو خانه سالمندان خدا نکنه که بگیم مثلا اینجوری براشون اتفاقی بیفته، ولی والا بیا اینجا الان ریل حقوق چیز بازنشستگی باید بره. حالا رجبی اومده اونجا تو لیبرتی میزنه رزمگاه و لیبرتی فلان اینا، ارتش آزادی بخش، ببین اینها رجبی به این رو چلونده، عمر آدم ها رو دزدیده. آقای سوربی الان یادم افتاد من اشاره نکردم، این بحثش فقط گلدزدی نیست، چه عمر و اعتماد آدم ها رو دزدیده، ناموس آدم ها رو دزدیده. این آخه پرمندهش فقط گلدزدی نیست، چه بگیم رفته از فقط از سر قبر یکی یک گلی دزدیده برده مثلا باش خوش باشه یا مثلا پولی نده؟ مگه عمر انسان هم میتونه این برگردونه؟ عمرشون رو دزدیده، عمر ما رو دزدید، جون ما رو دزدید و خونه رو دزدیده، چقدر به کشتن داده علکی. نمونهش بیه ماده، این هم که رژیم چیز نکرد، توطئه رژیم نیست، این این فیلمی که خودشون پخش کردن تلویزیونشون، این عکس‌ها رو گذاشتن، این فیلم رو پخش کردن، این از تلویزیون خودشونه، این تلویزیون رژیم جمهوری اسلامی ایران نیست. به یکی فردا این اومده سرشون رو رنگ کردن توطئه چیزه رژیمه، یا سفید یا سیاه کرده. خب میگن به دهی که دیده میشه یه راهنما لازم نیست. خب عکس ها خودشون گویا هستن که بابا جون وضعیت اونجا تو این میانگین سنی به کدوم سمته؟ به سمت ارتش آزادی بخشه یا به سمت سالن های بازنشستگی و خانه های سالمندان؟ اینا وضعیت فرقه رجبی توی لیبرتی هر روز بدتر میشه که بهتر نمیشه. چند روز پیش بود که داده دوباره فازلابشون در اومده بود که فازلابمون زده بیرون بالا، یعنی ما نفهمیدیم که مشکل سرنگون شدن رژیم، نشدن رژیم، بالا زدن فازلاب لیبرتی بوده یا بالا زدن فازلاب لیبرتی باز توطئه رژیم بوده، یه چیز مشخصی هم که نمیگه. آدم میگه چرا رژیم سرنگون نشد؟ میگه که ما را توی لیبرتی نذاشتم فازلابونو تخلیه کنیم، رژیم سرنگون نشد. افراد توی لیبرتی هر روز قربانی هن، آقای سوربی هر لحظه هر ثانیه قربانی هن. حالا چه اینا که زیر موشک باران یا خدای نکرده اتفاقی بیفته بمیرن، چه اونا که به صورت طبیعی میمیرن با مریضی و اینا، چه اونا که اونجا موندن حالا یه نفسی ازشون میاد میره ولی در نهایت نهایت اسیر اونجا هستن. به قول شما با این سن سال و با این انواع اقسام مریضی هایی که بند خدا ها دارن، خب بیاد کجا بده؟ و راستم میگین همین فکر میکنن، میگه خب من الان دیسک کمر دارم، زانو درد دارم، پادر دارم، نمیدونم معده درد دارم، سردرد دارم، فلان دارم، کجا بیاد بره؟ البته اون نمیدونه که بیاد بیرون میشه یه سری کارهای پزشکی انجام داد. اگه بهش بگم مطمئن باشین که فرار میکنه. همین الان بریم بهش بگیم که آقایون که کمری هستین، شما اگه پاتون برسه به اروپا میتونین
کمرتون رو عمل بکنین، میتونین معدتون رو عمل بکنین، میتونین مشکلات پزشکیتون رو چیز بکنین، حل و فصل بکنین، من مطمئنم که از اون مریضا همشون فرار میکنن میان. و این هم که بهشون نمیگه که آقا شما بیاین برین بیرون حداقل برای حل و فصل امراض خودتون، بیماری خودتون. یعنی اجازه نمیده اونجا وایسه بمیره تا این بگه که اینا شهید شدن و یا نه یه چیز مشخصیه. به حضرت عباس به هر کی نشون بدی بگی اصلا ارتش آزاد بخش چی سره، ارتش دوبله ارتش آزاد بخش، یعنی دوبل قدرت داره، میگه با حاجه این پیرمرد خودشو نگه داره بسه، بگو اصلا مجاهد خلق دو آتشه هستش، میگه باشه ماده چی این چیکار میتونه بکنه، بگو اصلا این ایدولوژی ناب مجاهدی رو داره، خب تحقیقت چی؟ مرد 60 سالشه 65 سالشه، این بره توی جامعه بهش میگن حاجی، آقام که بهش نمیگن، بره تو جامعه بهش میگن حاجی، چون فکر میکنن که 3-4 تا نوه داره. واقعیت ها این هستن. توی الان توی تیف متاسفانه خبرها خیلی ناامید کننده، افراد مایوس و به شدت حفاظت شده از طرف افراد فرقه رجوی. ببخشید منظورتون تیف هست یا لیبرتی؟ منظورم لیبرتی، معذرت میخوام. توی لیبرتی به شدت حفاظت شده، کنترل شده و این آی سوربی هیچ خوشایند چیز آینده خوبی نداره، به طور خاص تو این موقعیت عراق چه اینا رو نگه داشتن. بسیار ممنونم. لطف کنید یه مقداری درباره این علت اضافه کردن قانون و ماده به آیین‌نامه داخلی شورای ملی مقاومت که باز جدیدن هم شنیدیم اعضای جدیدی و اعضای معروف و سرشناسی ازش جدا شدند، بگید که این چیه ماجرای اضافه کردن قانون و ماده به آیین نامه های اونها. آیه سوربی اینا یه بخششو باید برگردن به عقب به مناسبات داخل مجاهدی. میخوام به خاطر که تفهیم تفاهم بشه یه نمونهی بگم که این شورای دستاز رجوی هم تبدیل شده به درست مثل مناسبات فرقه رجوی، یعنی اسم اینجا شورا هستش. البته اینم اضافه کنم که توی شورا به جز 3-4 نفری که موز بگیر هستن آدمای مستقلی وجود نداره که مثلا بگیم که آدمای سرشناس مستقل 500 خورده نفرن، نه اینا 3-4 نفر به اندازه تعداد یه دست آدم هم نمیشه که ادعا میکنن مستقل هستن ولی در نهایت چیز هستن، به حساب جیرخار رجوی هستن و روی این هم هیچ شکی نیستش که اموراتشون با رجوی میگذاره. علت هم داره چون خود رجوی اینه گفته به ما، رجوی گفته که آقا من جیره ماهانه این افرادو از اینها بگیرم قطع کنم، اینها ارزه سبزی فروختن تو اروپا هم ندارن. منظورش مثل افرادی مثل آقای منوچهر سخایی، خواننده هایی که بله بله این خدا بیامرز یادم انداختید، آقای سوربی میگفت که سخایی نامه نوشته گفته که حقوق منو اینو توی نشست علنم میگفت، توی نشست محدودی که توی بدیزادگان داشتیم اون موقع من دقیقا یادمه، میگفت این مرتکب الکلی و این جرمش خدا وکیلی نه زیاد میکنم نه کم میکنم، گفت این مرتکب الکلی که نون برادرشو میخوره و ما آوردیمش تو روی سن، هیچ کس صداش نمیکرد که حتی چیز بخونه، ترانه بخونه، رفته بود بقالی داشت میکرد، نمیدونم حالا کارش قبلا توی کانادا فروشگاه داشته چی داشته، میگه بقالی میکرد، ما آوردیمش روی سن، اینو آدمش کردیم، این مدکه الکلی خدا رحمتش کنه رفته پشت سرش حرف نزنید، گفته که حقوق منو دو برابر میکنی یا من میخوام برم. جالبه. این آقای رجبی خودش صد بار اینو توی جمع مجاهدین میگفت که
این این با این عدتوارهایی که اون تریاک رو میخورد بالا بعض وقتا هم نعشه میشد، میگفت که خدایا من چیکار بکنم، ببین خواهر مجاهد و برادر مجاهد رو باید بذارم نوکری کنیزی این شورایی رو بکنن، براشون چای بیارن چای ببرن، نهار بیارن نهار ببرن، فلان بکنن. ببین اینها تماما توضیحات رجویه، میگفت که من در هر حزبی باید حق عضویت بدن، حق عضویت میگیرن، من باید با دستم یه چیزی بدم اینا را سوار هواپیما بکنم بیارم تو هتل شرایطان بغداد مستقر بکنم، اینا را به حساب دستشم میگیرم که بادشونم بزنم که یهو گرمای عراق اذیتشون نکنه، بیارم اینجا دوتا جلسه بذاریم دوباره برشون گردونم اروپا و حقوقشونم باید بدم. من شورا را میگفت که برای در مقابل رژیم من شورا را اینجوری نگه داشتم. حالا اتفاقی که افتاده بعد از استعفا آقای کریم قسیم و آقای روحانی، یه چند نفر گویا سه نفر دیگه هم استعفا دادن که یکیشون آقای باستانسیه این موزیسین بوده، بله این اینم استعفاشون رو به طور رسمی توی چیز گذاشته توی فیسبوکش. اینها به خاطر اینکه جلو ریزش یعنی بیشتر شدن استعفارا بگیرن اومدن این اون چی که توی سازمان مجاهدین رسمه برای شورا مریم قزل فوری اینا به عنوان قانون الحاقی اضافه کرد. حالا توی سازمان مجاهدین چجوری بود؟ بعضی از کسایی که جرأت میکردن بگن که ما میخوایم بریم، این یه واقعیتی، هممون جرأت نمیکردیم، هرکی میخواست بریم، من میخوام برم، باید مرگش رو جلو چشمش یعنی خودش با دست خودش مرگش رو امضا میکرد. حالا اول میومدن چیکار میکردن؟ اول میومدن چند تا مسئول بزرگ بالای اون قسمتی که این نفر داره کار میکنه اونجا براش نشست میذاشتن با تهدید و با فش و با تطمیع، حتی که بعدم رده تشکیلاتی رو اینجوری میکنیم بالا میبریم، به بعضی وقتا میدیدن کارساز نیستش با کتک زدن حتی فیزیکی نفر رو مجبور میتونن که از این کار منصرف بشه. اگه این روش فایده داشت که هیچ، اگه فایده داشت میرفت مرحله دوم نشست عمومی میذاشتن. توی نشست عمومی افراد باید میومدن بر علیه اون فرد موضع‌گیری میکردن، توف میکردن، میزدن، لهش میکردن، خونیش میکردن که تو مزدور شدی میخوای بری سمت رژیم. از همونجا مهر مزدوریشو و رژیم بودنشو میزدن بهش و اینو خون مالی تو اون جلسه عمومی بیرون میکردن. حالا اومده درست همون قوانینو برای شورا گذاشته، یعنی قوانینی که توی مناسبات فرق جایانه رجبی به حساب ساری جاریه، همین قانون رو برای شورا گذاشته، گفته که یعنی از ترس این که این جلو ریزش بعدی رو بگیره، خیلی شیادیه، استاد رجبی 24 ساعته میشینه کلاه میدوزه دنبال سره که صبح بذاره سره کی، درست همین قانون آورده گذاشته توی شورا، گفته که هر کی میخواد بره اگه استعفاش دلیل شخصی داره بیاد با دبیر اول شورا شخصا مطرح بکنه بعد بره. این استعفای شرافتمندانه. یعنی چی؟ یعنی آقا جون هر کی هستی، چه عضو مجاهدین هستی چه مجاهدین نیستی، میخوای از شورا جدا بشی بیا یواشکی برو آب از آب تکون نخوره، بیرونم متوجه نشه، علنی نشه، هیچ حرفی نزن، یعنی به حساب در سکوت کامل هم اونها طرفین راضی میشن که مسائل حل فصل بشه، چون خروج از شورا و حتی دادن بیانیه که من از این شورا رفتم یه علامت سوال بزرگی میذاره جلوی این رفتارهای
و چیزای مریم قجر برجوی که اگر این شما میگین که ما دموکراتیک هستیم، این چه برنامه‌ای هست، چه حرفایی هست در مورد جدا شده ها یا اونایی که استعفا میزنید، و یا این که آقا تو دغلبازی، دروغگو هستی، توی مناسباتت یک ذره آزادی نداری، توی مناسباتت، توی بیرون از مناسبات توی اروپا، همونایی که ابریشمچی و نمیدونم این افشین علوی و امثال هم کراوات میزنن، میان دم از دموکراسی میزنن، دستاشون هم همچین دموکراسی میکنن که انگار مثلا دنیا را فقط اینا با دموکراسی پر کردن، از قضا اینها شکنجه‌هایی بودن که توی اردوگاه‌های عراق شکنجه میکردن از روی ناراضی، و من شاهدش بودم. حالا اینا میان از این طریق جلوی اینو میگیرن، جلوی استفاده. بعد یک قانون دوم گذاشتن، گفتن که هر کس میخواد بره میتونه درخواست نشست عمومی محدود یا بزرگ بده. تو اون نشست چی میخوام بگم به این فرد؟ میخوام بگم که تو مزدور شدی، تو اگه مزدور نبودی نمیدونم مقاومت رو ترک نمی کردی، تو اگه رژیم تو را مزدور چیز نفوذی نفرستاده بود مقاومت رو ترک نمی کردی. به این شیوه ها جلوی استعفا را بگیرن، یعنی ترس از ریزش و استعفاهای بعدی اومده آیین نامه داخلیش و قانونش شد عین سازمان مجاهدین کرد. البته یه آدم مستقل با شرافت حتی مرغوب اینا هم نمیشه، استعفاشو میده، میگه که من استعفا میدم، برو هر غلطی میخوای بکن. آقای رضاوی، یکی از دوستان به نام جورج با فیسبوک تماس گرفته، چون ایشون انگلیسی نوشتن من براتون ترجمه میکنم. نوشتن که اگر ممکنه از مهمان محترمتون بپرسید که چرا آقای رجوی غائب هست، آیا ایشون فکر نمیکنه که رجوی مرده یا به اصطلاح مجروح شده به سختی؟ ببین از گذار آقای سوربی، من یه خبری بگم که تقریبا یه هفته پیش همه خبرگزاری‌ها دادشون در اومده بود که رهبر کره شمالی یک ماه دیده نشد. نمیدونم شما این خبر رو دیدین یا نه؟ بله، اتفاقا من تو برنامه امروز میخوام یه عکسی نشون بدم، حالا که شما گفتید اینا همه الان نشون میدم، بفرمایید. بعد همه خبرگزاری ها زون کرده بودن که این رهبر کره شمالی چرا یک ماه پیداش نیست، چرا نمیدونم حزب جلسه داشته نیومده، چرا فلان برنامه بوده نیومده، چرا توی انظار عمومی دیده نمیشه. آقای رجوی که 10 ساله تو سوراخ موش دیده نمیشه، هر از گاهی پیام صوتی میده که اونم الان قطع شده. اما این که این کشته شده، من فکر نمی کنم که این کشته شده باشه. ولی خیلی جالبه، این آقای کیم جونگ چیه؟ کیم جین با یک عصا ظاهر شده و الان هم که اینجا من عکسش نشون میدم نشسته، کبریت و سیگار و جا سیگاریش هم جلوشه. خیلی جالبه، ولی هنوز خبری نیومده که چرا الان با عصا ایشون عکس میگیره و اون 40 روز که غایب بوده کجا بوده. آقای رجوی از اونجایی که جنایات بیشماری در حق ملت ایران و عراقی ها و ما از نگونبخ کرده، واقعیتیه، این باید از ترس جوابگویی چه بسا از اردن منتقل شده باشم مثلا تو اروپا، الان تو اروپا باشه. چون این آدم، ببین دیکتاتورها همیشه جونشون رو خیلی دوست دارن، برای حفظ جونشون 100 مترم 200 مترم شده زمین رو میکنن، سنجر درست میکنن برای خودشون، یا همیشه فرار میکنن یا میرن توی سوراخ موش. خب آقای رجبی از اونهاییست که به خاطر اینکه خودش بهتر از همه میدونه، تازه ما گوشهایی از جنایات اینا برامون مشخصه، حتی من میتونم بگم که ما اون چرا که برای سر خانواده همون خودمون اومده هنوز اونقدر برامون مرموز نیست، چون ندیدیم خانواده همونو چه برای سرشون اومده.
رجبی بهتر میدونه که چه جندکاریایی کرده، از رفتن به عراقش، از تاسیس ارتش آزادی بخش، از به کشتن دادن نفراتش و نگه داشتن بیش از 10 سال تو عراق بعد از سرنگونی صدام، زندان شکنجهگاهی که توی اشرف درست کرده بود، تحویل دادن به زندان ابو غریب اعضای ناراضی و فرستادن به میدان مین ایران عراق اعضایی که میخواستن درخواست جدایی داده بودن. خب همه اینها جواب بده. مزدوری که برای عراق کرده و هر ماه فیلماش سنداش هستش، سندای انکارناپذیر دیگه اینا. اونها اگه ساخته رژیم بودن، رجوی 100 بار می اومد شاخ وا میساد میگفت اینا ساخته رژیم، ببرین توی آمریکا، توی هر کجای دنیا میخواین فیلمو تجزیه تحلیلش کنن با سیستماشون ببینن ساخته رژیم هست یا نه، چون خودش میدونه که اینا ساخته های رژیم نیست. و عراق از لحظه‌ای که میخواسته به اینا پول بده به عنوان سند داشته فیلم برداری کرده و سندهای مستندهای محکمی هستن، نمیاد بیرون جواب بده. بله، تمام این ویدیوها روی یوتیوب هست، دوستان میتونن اونجا به اصطلاح ببینن. و شما نکته جالبی رو گفتید، ما هیچ وقت نشنیدیم که اینها تکذیب کنن یا بگن اینها ساختگی هست، یا من نشنیدم حداقل. چرا یه زمان میگفتم توطئه رژیمه. آها. آره. یا اونورش آقای سربی، ببین یه واقعیت هستش، ما که نمیم از زبان فلان کس بگیم که میگوین رجعی فلان کار کرده، ما خودمون قربانی رجعی هستیم، ما خودمون شاهد جنایت های رجعی هستیم، ما خودمون زندانی و شکنجه شده زندان های رجعی هستیم. چطور میتونه بگه که من این کار رو نکردم؟ اگر رجعی مطمئن بود که این کار رو نکرده، الان 100 بار حاضر بود با ما، با نماینده سازمان ملل، با نماینده صلیب سرخ، با نماینده های اتحادیه اروپا میگرفت میگفت بریم بابا اصلا من این کارو نکردم، بیاین بریم نشون بدیم. ولی مطمئنه که میدونه که این کارا جنایت را کرده، حاضر نیست بیاد جواب بده. رجوی تو یک بار مریم قذر تو مصاحبهش ازش پرسیده بودن که شما اعضای ناراضیتون رو فرستادین ابو غریب، گفته بود نه ما هیچ کسی تا حالا ابو غریب نفرستاد. یه بعد از اون اصلا هیچ حرفی نزده، در صورت که قربانیانش الان تو اتحادی چیز توی اروپا زندگی میکنن، بچه های همین جدا شده هایی که میان توی تلویزیون شما، آقای موثقی، آقای ادوارد، آقای سوپانینا، اینا همه کسایی بودن که به دست همین به دستور رجوی تحویل زندان ابو غریب داده شدن. آقای شیزاد جلیلی از سوئد نوشتن شاید رجوی ابولا گرفته یا ایبولا. و اینها آقای سربی جنایت چجوریه میتونی همین آقای افشینالوی که الان کراوات زده توی اوور نشسته به عنوان سخنگوی سازمان مجاهدین داره صحبت میکنه، این توی اردوگاه جلولا نفرات ناراضی و سوار ماشین میکرد با 3 نفر که بهشون میگفتن تیمای حذفی، این حالا میبردن تو میدانهای مین بین ایران عراق ول میکردن، این حالا میبردن سربنیس میکردن. اگه شهامت داره میگه نه بیاد با من مناظره بکنه، من بگم که تو گردان جنوب عراق کجا مستقر بود، بیاد بریم عراق جاشو نشون بدن که از کدوم مرز نفر فرستاده. اون قرارگاهی که من بودم، محمد رضا پیرنظری و بدبخت از میدان مین بین ایران و عراق فرستادن رفت ایران و پشترش تیراندازی کردن. من با اسم دارم میگم آقای محمد رضا پیرنظری و از قرارگاه جلولا، قرارگاه دو که همین مژگان پارسایی فرماندهش بود، همین آقای افشینالوی هم که اونجا فرمانده بود با اون نفراتش 3 نفری برداشتن بردن تو میدان مین ول کردن. اینا سندهای جنایت آقای سربی. رجعی میتونه به اینا جواب بده؟ آقای مستاقی 271 تا سوال از همین جنایت های رجعی، از همین کارهای رجعی، از همین دروغ های رجعی، از همین شگرد های رجعی، عضوگیری فرنه گذاشته رو میزش.
چرا نمیاد به یکیش جواب بده؟ به یکیش. تو هر نوشته ای، تو هر مصاحبه ای، تو هر جایی ما حاضریم گفتیم که بیاین بشین رو در رو و ملت هم ببینن، پخش مستقیم هم بشه با هر تلویزیون که میخواد پخش بشه، رو در رو بشینیم جنایات شما رو بگیم چیکار کردیم، اگه ناحقه بگیم که نه ما نکردیم، با اسم مشخص. الان نفر زنده هستش بیاد بگه که متاسفانه من ارتباطی ندارم با این آدم ها، و نم می آوردن می گفتن که بیا بگو که چجوری شما رو بردن تو میدان مینه ایران علاق ول کردن. خب اونا این دوستانمون که توی اروپا هستن خوشبختانه شیوه فرستادن به زندان ابوغریب رو میان میگن تو ابوغریب، زندان ابوغریب چه بلایی سرشون اومده رو میتونن بیان بگن، ولی نه که فرستادن میدان مینه ایران عراق و از اونجا رفتن به سمت ایران و پشترشون هم رجبار بستن که مثلا رژیم هم از اون ور پاسگاهایی که سربازا هستن تیراندازی میکنن تا این وسط کشته بشه. خب یه سری محدودیت های هستش، یه سری چیزایی هستش آقای سربی، یه واقعا من نمیتونم اون نفر رو بیارم بیا شهادت بده اینجا که مثلا تلویزیون بگو تو را چجوری بردن. اتفاقا در رابطه با همین محدودیت هایی که میگی، یکی از دوستان با من تماس گرفت و گفتن که ایشون توی اون قسمتی بودن که به اصطلاح حقوق فرستاده میشده برای افرادی، حالا چون آقای سخایی دیگه به اصطلاح وضعیت معلوم شده، شما میگید خود آقای رجوی هم صحبت کرده، میگه که برای افرادی که توی شورای ملی مقاومت بودن به اصطلاح حقوق میفرستادن. امیدواریم یه روزی ایشون بتونه بیاد صحبت کنه. بعضی از این دوستان محدودیت هایی دارن که نمیان و فعلا ما هم نمیتونیم کسی رو به اصطلاح به زور بگیم بیاد، یا اینکه بیاد و اتفاقی بیفته و بعدن ما رو سرزنش کنن. در صورت این دوستمون گفته بود که توی اون قسمتی بوده که برای اینها حقوق میفرستادن، یعنی اعضای شورای ملی مقاومت بدون حقوق نبودن. حالا اینجا وظیفه افرادی مثل آقای دکتر قسیم، آقای دکتر روحانی و اون آقای هنرمندی که جدیداً جدا شدن این هست که اینها بیان واقعا بگن آیا ماهیانه حقوق میگرفتن، حتی اگه برای مخارجشون میگرفتن اون رو باید صادقانه با دیگران در میان بذارن. بفهم ببین آقای سربی، این توی سه تا ماده اضافه کرده، یه بخشی هم همینه، نوشته تسویه مسئولیت و تسویه چیز تحویل دادن مسئولیت و تسویه حساب مالی. خب این حساب مالی شورایی را گذاشتن به چه منظوریه؟ از دو حالت خارج نیستش. اونا که غیر مجاهد هستن میخواد به اونا بگه که ببین تو ماهانه حقوق گرفتی، بیا اینجا امضا کن که من اینقدر به تو ماهانه پول دادم و تو به عنوان کارمند اینجا کار کرد، یه همچین چیزی، یا مشخص بشه که از ما پول میگرفت، یعنی سندی برای بستن دهن اون شخص. یه حالت دیگه هم هستش، آخه اینها مقدار پولایی که میخوام تو سیستم پولشوییشون آوردن، پولها را به اسم افراد کردن. مثلا بخشی از پولهایی که توی فرانسه از چیز اتاق خواب مریم قجر در اومد، مثلا محمد مهندسین با نام مستعار بهنام اومد گفت این پولا بخشش مال منه. این آقا عضو شورا هم هستش، این فردا میخواد از چی سازمان جدا بشه، از شورا جدا بشه، پولا به حساب فردی اینه، اینا نگهدار جلوگاهشه، این نگه داشتن که بیاد اول اون تصویه حسابو بکنه، پولا را پس بده، چون $1,000 یا $1,000 بحث $1,000 نیست که، پولها در حد میلیونی اینا به حسابشونه، در حد نجومی $100,000 مثلا انجمنای کاذبی که درست کردن تو حساب اون انجمنا پول هستش. بعد اینا اومدن این ماده رو اضافه کردن که نفرو با همین چیز مالی، این دوستمون میده که مثلا اینا را تو من بخشی بودم که چیز مالی میدادم به این شورایی ها. خب این یه چیزیه که خود رجبی هم گفته، من خیلی معذرت میخوام جادوگر نیستم که یا مثل رجبی یه فیلی هوا بکنم که نتونم از زیرش در بیام.
ای کاش ویدیوی اون نشستی رو که میگید آقای رجبی درباره آقای سخایی اینجوری گفته یه جایی پیدا بشه نشون بدیم. خب من بگم مثلا نشست های موسوم سال 74 بود، نشست های موسوم به حوز. خب اگه راست میگه رجبی، این نشست ها از سیر تا پیازش، نه اینکه تیکه تیکه شده، برداره بیاری در مورد شورایی ببین چی میگه، در مورد همین خلق قهرمان آیه سربی به ولای علی، هیچ کس حتی اون اسرائیلش بگو، حتی اون شاه دوستش بگو، حتی اون نمیدونم چه میگن ضد ایرانی بودن آدم، ترین آدمی که توی مثلا موساد هستش یا نمیدونم توی کنگره هستش، از هر طیفی بگی، در مورد ملت ایران اینجوری صحبت نمیکرد که رجبی صحبت میکرد. در ظاهر میاد اینجا رجبی میگه که نمیدونم ملت غیور، جوانان غیور، جوانان فلان، در داخل مناسباتش خیلی معذرت میخوام، خیلی من عذر میخوام از همه بینندگان و شما، میگم ملت بی غیرت، ملت بی بخار، ملتی که در جیم غرقه، خلق قهرمان جیمی، این چیزی بود که ما اونجا به گوشمون خورده، والا ما از خودمون در نیاورد. جیمی یعنی از کار فرار کردن و در رفتن؟ نه، این اصطلاح به آدمایی که توی دنیای بسیار جنسیتی هستن، دنبال زن هستن، کسایی که فقط به فکر زن هستن. چون آقای رجبی از اونجایی که خودش این کاره بود، فکر میکرد که ملت ایرانم 24 ساعته چراغ قوه برداشتن، ایرانی ها تو روز روشن همه دنبال زن هستن، نه که خودش این کاره بود 24 ساعته دنبال راه انداختن رقص رهایی و نمیدونم حرم سرای اینا بوده. من به این نتیجه میرسم که این از اون موقع که به ملت ایران اینجوری پشت میداد و میگفت که نمیدونم دانشجوها رو باید چسبون به سینه دیوار، گفت فلان فلان شده، تو چرا نیومدی به ارشادت بپیوندی، و این هر عین لغلغ زبون شده مهدی ابریشمچی میومد تو هر نشست هم اینو مطرح میکرد، از رجبی تو اون نشست یاد گرفت. مسئله جیمی که میگفتن، میگفت که ملت ایران و یا اونایی که تو خارج از کشور هستن، خیلی معذرت میخوام، شب میرن شب زن مرد خونه نمیان، مرد به یه سمت، زنم به یه سمت. خب این کجا به فکر ملته؟ این جنایت هایی که کرده رجبی یکی دوتا نیست، چه از رفتارش، از گفتارش، از حرکاتش، از کارکرداش، از به کشتن دادناش، از همین الانش هم که داره ادامه پیدا میکنه این جنایت. اون روز من مرگ یه مادری رو توی سایت های خبری خوندم، به خدا خودم گریم گره، مادری که یک سال و نیم، نزدیک بیش از یک سال رفته پشت در سیاس نشسته که 5 دقیقه پسرش رو ببینه، ما بذار این که بهش احترام بذارن، اجازه ملاقات بدن، بهش سنگ زدن، به این مادره. این مادر هفته پیش فوت کرده، خب آدم دلش درد میاد، قلب آدم به درد میاد که شقاوت تا کجا، رزالت تا کجا. این همون کسیه که مدعیه که توی زندانهای ایران اجازه ملاقات نیست، نمیدونم زندانیه در بدترین شرایط هست. خب ببین مادری که یک سال خورده بره بشینه توی عراق، آیه سربی وقتی عراق میگین، خب فکر میکنن که مثلا که ساحلهای کنار ساحل فلوریدا نیست، هیچ کس هم نمیتونه بره، حتی بهترین حالت تو کنار ساحل فلوریدا بشینه یک سال منتظر چیز باشه، ملاقات، به خدا تو ساحل فلوریدا باشه که هیچ کس نمیره یک سال بشینه. یک سال، بیش از یک سال تو اون گرمای طوفان عراق باید مادر بشینه دنبال 5 دقیقه ملاقات دیدن بچهش. بله، دو تا فیلم هست که ما معمولا نشون میدیم و هر وقت اینو ما نشون میدیم تلفن های زیادی میزنن دوستان، بعضی ها واقعا دارن گریه میکنن و میگن که چرا اینها این روش رو اونجا پیشه گرفتن، چرا نمیذارن اینها
با خانواده هاشون. منم میگم که من فکر کنم اولین دیدار با خانواده معنیش اینه که اونها از حقیقت بیرون آگاه میشن و رها میکنن به اصطلاح سازمان، و به این دلیل هست. حالا امیدواریم که سازمان روش رو عوض کنه. در اصل اون سوالاتی که بود من پرسیدم، از شما ممنونم. اجازه بدیم به دوستان بگیم اگر پرسشی دارن، نظری دارن، حتما یا با خود شما دوستان مستقیما تماس بگیرین. تمامی شما فعال هستید در سایت های مختلف، می نویسید، ویدیو میذارید و گفتگو میکنید، یا با تلویزیون مردم تماس بگیرن، یا با کانون آوا تماس بگیرن. در هر صورت این هم یک قسمتی از تاریخ زمان ما هست و باید در موردش صحبت بشه. اگر مجاهدین کوتاهی میکنن و این کار رو انجام نمیدن، وظیفه من و شما هست که آزادانه صحبت کنیم و این به اصطلاح نقطه تاریک رو برای دیگران روشن کنیم. بازم ممنونم از شما، بفرمایید. من خواهش میکنم آقای سربی، فرقه رجعی فکر میکنه که با تهدید و نمیدونم نوشتن مقاله بر علیه جدا شده ها و رها شدگان از این فرقه میتونه با ترور شخصیت یا مثلا چه میگن مقاله نوشتن به اسم این اون ما را از این تصمیمی که داریم منصرف بکنه. فکر میکنم که هر وقت ما تونستیم حتی در یک چیز سطح چی میگن کوچیک و یا حتی بین یکی دو نفر مؤثر باشیم، فرقه رجوی دادش از طرف ما در اومد، بدترین تهمت را میزنه، ترور شخصیت میکنه، تهدید میکنه، فلان میکنه. ته هر بشم این از چه آقا جون چرا افشاگری میکنین؟ چرا واقعیت ها را میگین؟ برین دنبال زندگیتون، منم با شما کار ندارم. تهرفش اینه که من افشا نکنین، جنایت های من را نگین، روابط مناسبات درون تشکیلاتی من را نگین، این همه خیانت وطن فروشی کردم نگین، این همه کشتم و به کشتن دادم نگین، تا منم به شما مثلا مزدور وزارت اطلاعات نگم. تو اصلا برو هر غلطی میخوای بکن آقای رجعی. مگه کم کردی؟ مگه تو خیابون اینجا تهدید نکردی؟ مگه تو خیابون اینجا حمله نکردی؟ الان مگه نمی کنی؟ بکردین که من از تهدیدات شما، از مقالات نوشتم برای اینکه مثلا مزدور گفتن شما میترسه؟ یا ما میترسی؟ ما تا زمانی که من اینو از طرف خودم میگم، حالا بقیه کاری نداره، در یک دادگاه منصفانه رجوی جواب نده ولکنش نیستم، باید بیاد جواب بده. حالا میخوای 100 تا مقاله بنویس، مزدور وزارت اطلاعات، مزدور فلانی، برو هر چقدر میخوای سوزش خود شخص رجوی اینجوری به نمایش بذاری، برای من مشکل نیست. چون من اگر از اینا میترسیدم 4 سال توی کمپ آمریکایی زیر چادر زندگی نمیکردم چا بتونم به اون نقطه برسم که حرفمو بزنم. منم اگه بودم بین منافع خودم میخواستم انتخاب بکنم، خب چرا 4 سال عمرمو تو زیر چادر هدر میدادم؟ بلند میشدم میرفتم زندگیمو میکردم و خیلی رفتن دارن زندگیشونو میکنن. اگه منم دنبال منافع شخصی خودم بودم میرفتم اون موقع که به این روزم نیفتاده بودم، سنم هم اینقدر نبود، میرفتم دنبال اونجا زندگی تشکیل میدادم، هم کارم هم میکردم، زندگی من میچرخوندم. و میبینم که به اونایی که حرف نمیزنن رجوی نمیگه که فلان، اما همین که یک نهر دهن باز میکنه و واقعیت های فرقه رجوی رو میگه میشه مزدور وزارت اطلاعات. خوشا به سعادت وزارت اطلاعات که نه آموزش داده، نه نفر دیده، نه زحمت کشیده، نه دوره گزینش گذرونده، نه نمیدونم امتحانی پس داده شده مأمور. رجوی تا حالا نتونسته یک مأمور اصلی وزارت اطلاعات ایران رو توی چیز معرفی بکنه. آیا این که من از داخل ایران خبر دارم، من از داخل ایران دارم، همه اینا کشیه، اینا جعلیاته، نمیدونم از داخل شورای نگهبان رژیم خبر دارم، این اطلاعیه از اونجا در آوردم. اون اطلاعیه همش توی چیز چاپ میشه، توی اوبرسواز چاپ میشه، میاد بیرون. اما همین که یک قربانی فرقه
یک اسیر فرقه آزاد میشه، میاد بیرون، واقعیت ها رو میبینه و دهنش رو باز میکنه، میگه که آقا جون اونجا بر ما چه گذاشته، میشه موضوع رو وزارت اطلاعات. این چیزای شناخته شده است. آقای سربی برای ما رجوی، به رجوی باید گفت که دیر آمدی ای نازنین، اون سبو بشکست و اون پیمانه ریخت. اگه زمان صدام دو سه دفعه میتونست اینجوری خاموش بکنی، الان دیگه اون زمان گذشته عزیز دل برادر. محکم سوراخ موش و محکم نگه دار، خب بیای بیرون باید جوابگو باشی به هر طریق ممکن، بهت میگم. و منم واقعا آیه ساربی هیچ نیتی با هیچ کس به صورت فردی هیچ دعوایی ندارم. من میدونم که اونجا که اون به اسم اون بدبخت ها می نویسن، اونا روحشون هم خبر نداره که این مقالات نوشته میشه و یا چه میگن فوق فوقش بهش میگن که ببین به اسمت یه مقاله زدیم توی سایتمون، دیگه نمیگن که محتوای نوشته ها چی هستش. اینها توی اوورسواز نوشته میشه و درست سوزش رجوی نشون میده از افشاگری جدا شده ها. به طور خاص آقای سربی من از شما تشکر میکنم، اینکه این تو این صحنه واقعا هر کسی بود، من اینو بگم، هر کسی بود بالاخره عطاش رو به لقایش میبخشید، میگفت که بذار برم، چرا من باید فوش بشنوم، چرا باید این تهمت رو بشنوم، چرا باید چیز بکنم، ولی شرافتن و وجدانن ایستادیم و اینو انسانیت خودتون رو به چه میگن به تهدیدات اینا یا مثلا به چند چندرگاز چیز بیشتر نفروختیم. و من از این بابت خیلی خوشحالم که آدم شریف و چیزی مثل شما را چه میگن در مقابل خودم میبینم و با شما تو این تلویزیون میشینیم، حداقل ماهی دو ماهی بار یه درد دلامونو میکنیم و از این بابت که انسان آزاده شریفی هستین و از این بابت خیلی خوشحالم، تشکر میکنم. من هم از شما بسیار ممنونم، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم، روزهای بهتری رو برای شما و تمام دوستانی که جدا شدن، حتی تمام دوستانی که هنوز هم در کمپ لیبرتی هستن، در سازمان مجاهدین هستن، آرزو میکنم. خیلی ممنون که با ما بودید، امیدوارم این تعریفایی که شما کردید من لیاقتش رو داشته باشم. خواهش میکنم. منم از شما تشکر میکنم، به همه بینندگانتونم آرزوی سلامتی میکنم، امیدوارم که هفته خوبی داشته باشید. ممنونم از شما، به امید دیدم. خب دوستان عزیز، با آقای محمد رزاقی بودیم از فرانسه و میبینید دیگه درد دل هست، خاطرات سالهایی رو که در اون گرما با اون تمرینات با اون ماجراهای نظامی سیاسی گذراندن و اینجا شما هستید که باید بشنوید، تحقیق کنید و نظر خودتون رو بدید. اینجا جا داره به سازمان مجاهدین هم بگیم، همون جوری که قبلا هم برنامه‌های شما رو پخش کردیم و شاید اون هم کمکی بود تا شما تونستید از لیست تروریست ها بیرون بیایین، هنوز هم میتونید از سرویس های تلویزیون مردم استفاده کنید و من بارها گفتم با وجودی که این دوستان پول زمان برنامهشون رو پرداخت میکنن، من حاضرم از جیب خودم، از خرج خودم دوستانی رو که مسئول مجاهدین هستن به اصطلاح بهشون وقت بدم و خدای نکرده مجبور نشن برن گلدوزی، نمیدونم پول دزدی، کت و شلوار دزدی تا بخوان برنامه داشته باشن. در صورت از شما بینندگانم ممنونم. همونجوری که آقای رزاقی هم اشاره کردن در رابطه با خانواده‌های مجاهدین که میرن اونجا و سالهای سال چشمشون به در دوخته شده و خبری نشده، یک چند تا ویدیو هست که اینها رو نشون میدیم و ببینید شما خودتون تصمیم بگیرید. من سعی میکنم بعد از چند دقیقه برنامه خودم رو باهاتون داشته باشم، ولی نمیدونم که حال احوالم اجازه بده یا نه، ولی چون به چند نفر که پیام گذاشته بودن، ایمیل فرستاده بودن، قول دادم که امروز شنبه ساعت 2 بعد از ظهر با شما باشم، با شما خواهم بود. حالا دیوریشنش یا زمانش چقدر باشه اون رو نمیدونم، فکر نمیکنم 2 ساعت باشه. پس با هم باشیم ببینیم اینها رو و برنامه ها رو پی بگیریم. مرسی. اصلا ما کاری نداشتیم، ما فقط خواستیم بچه هامونو برگردونیم که خواسته بچه هامونم بود. چهره خیلی خسته، عرض کنم خدمتتون، بسیار افسرده، مشخص بود که درونش نمیخواد باشید اینجا، ولی به یه صورتهای محافظ براشون قرار داده بودن، نمیتونست حرفشو بزنه، حتی میتونم بگم شستشوی مغزیشون داده بودن،
برادر من اون برادر 18 سال پیش نبود. من از قلب برادرم اطلاع داشتم، از رؤوفتش، از مهربونیش. زمانی که گفتم پدرم منتظرته، تخت بیمارستان خوابیده، و پدرم آخرین حرفش این بود که رو تخت بیمارستان گفت که من دارم میمیرم ولی فرهادم رو ندیدم، ولی متاسفانه اینم که بهش گفتم هیچگونه اثری روش نذاشت. ما تصمیم گرفتیم برای دیدار فرزندان ما یا از سازمان‌های بین المللی کمک بخوایم فرزندان ما رو آزاد کنیم. ما این تصمیم گرفتیم، به کربلا اومدیم، به شهر بغداد اومدیم. بعد از 48 ساعت قبل ما یه تظاهراتی داشتیم در UN، اونجا به ما تعهد دادن، قول دادن، کار مساعدت به ما کردن که ما منافقین رو ببینیم. رفتیم در مقرشون، با توجه به اینکه بعدی از آقای سرکرده های منافقین ما صحبت هایی داشتیم، اینا گفتن که ما 3 روز اطلاع داریم که شما اومدیم، میخوام بیایم پیش ما. ولی با بدترین رفتار انسانی، با بدترین رفتار انسانی که فوش، فحاشی، مشتلقت، دست به امریکایی بردن، با 4 تانک ماشین ما رو محاصره کردن، همه ما رو دستبند زدن. واقعی خانواده بودن که 20 سال، 18 سال، 15 سال خبر ندارن هم بچه هاشون. ببین اینا خانواده این زن سیاسی باشن، اصلا هیچ علاقه هم به سیاست ندارن، فقط اومدن اطلاع پیدا کنن. چرا 18 سال بچه هاشون حتی نتونستن یه نامه، یه تلفن بزنن؟ ولی رفتیم اونجا، برخوردی که اونا با ما کردن، من آقای محبی رو با هم دستبند زدن، نذاشتن تحویل نیروهای آمریکایی دادن. ما همش 2 ساعت پیش بچه‌مون بودیم، 2 ساعت هم با دوتا محافظ الکی هم ما رو این ور اون ور می‌بردن، 4 ساعت در خود سالون منتظر بچه‌مون بودیم. خب این دیدار بچه‌مون میاد نمیاد؟ الان میاد. هی دوستاش الکی میومدن میگفتن ما رو سر کار گذاشته بودن، ما رو تنها نذاشتن. 3-4 نفر محافظ گذاشته بودن که به هر صورتی من می‌خواستم جدا بشم، برادرم رو جدا کنم از اونا، باز دوباره به یه صورتایی می اومدن ما را تعقیب میکردن. حتی به صورتهای مختلف از همون مجاهدین می اومدن به عنوان روبوسی، به صورتهای حال احوال، احوال پرسی، نمیدونم شما برادرشی، شما نمیدونم چقدر شکل همید، وقتمون را به این صورت وقت می گرفتن. ما هم میخواستیم بچه با بچه ما ثابت کنیم. 2 نفر اون بر بودن، 2 نفر این بر. من بچه من اول خیلی قشنگ صحبت کردم، این دلداری دادم که این نگرانی نباشه از من. بعد وقتی که از اینجا بلند شدیم آب خوردن فلان، گفتم من نمیخورم آب خوردن، تو اول بیا بریم اون طرف قدم بزنیم، من گرم علیکی گفتم. 4 تا صندلی اونجا بود، بیرون رفتیم با خانوم والداشم، دیدم 2 تا دیگر هم اومده اون ور نشستن، 2 تا این ور. اسمشون چیه پسر؟ پسر من محمد جواد نوروزی، بنده محمد نوری نوروزی هم. چند وقت ندیدیش؟ 16 سال. اینا نیذاشتن ما صحبت بکنیم که بچه منو حاضر بکنیم. گفت مطمئن باش، به مادرم بگو برمیگردم، اونم با ماشین برمیگردم. گفتم چطوری؟ چطوری؟ گفت اگه اینجا بگم بریدم 3 سال زندانم میکنن، بدبختر میشم. گفتم پس یه طریقی فرار کن. گفت اگه تونستم مطمئن باش فرار میکنم، منتظرم باش که فرار میکنم. 17 سال چشم برا هستم، بچه من باید بیاد. با کارت صلیب دارم، رفتم UN نشون دادم به اون آقای، گفتم این کارت صلیب منه، بچه من از اردوگاه دزدیدی، بچه باید وقتی که اسارت تموم میشه مرخص میخوام بخونه باید تصمیم بگه. نه وسط 1 سال تو اردوگاه هست اینو بدزدین ببرین، اینجوری نیست. صلیب باید ما حمایت بکنه، صلیب از وسط اردوگاه بچه رو برداره ببره وقتی که تبادل نشده. تبادل نشده نباید بچه رو ببره. کارت منو گرفت، گفت کارت میدی به من UN؟ گفت کارت میدی به من؟ گفتم نه. کارت اومد نگاه کرد، کارت خون اینجا هم دادم آمریکایی، کارت خون. گفتم بچه من اسیر بود، اسیر. بچه خیلی اسیر جنگی تو زندان منافق چیکار میکنه؟ شما رو با خودم یه فکری با حال ما بکنه. بچه های ما بگه اخی زندگی نداشتن، چرا دربند اینا هست؟ زنان اینا دارن در کشورهای خارج کرد میکنم، زنهای متعدد دارن، اینا رو اینجا به بیکاری میکشن بدون اینکه خود خواسته خودشون باشه. و والله وقتی آرام به من گفت انشاءالله به زودی من میام، من فهمیدم که حرف دلش اینه که به زودی از اینا جدا بشه و به زور محکم اینه نگه داشته.
از آبادش میگردونی من 17 سال بچه‌مونه